سیمرغ مرغی افسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم می توان دریافت که این مرغ مرغی است فراخ بال و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار هیس خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بیشاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند.
پرنامه رستاخیز سیمرغ، همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند، به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه، پاینده ایران، رستاخیز سیمرغ. عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که در پنجم آذر ماه 2578 شاهنشاهی با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ همراه ما هستید. امیدوارم ساعتی که پشت سر گذاشتید ساعت خوبی بوده باشه براتون و امشب در این برنامه بتونیم اون کاری که باید بکنیم و انجام بدیم. در آغاز برنامه درود بر شما جناب قاسمی عزیز. درود بر شما جناب کمالپور. درود میفرستم به همه دوستان عزیز که الان این برنامه رو به صورت لایو میبینن یا عزیزانی که در آینده در کانال‌های یوتیوب و تلگرام و جاهای دیگه میبینن. سپاسگزار میشم دوستان. نمیدونم جناب کمالپور توی اینستاگرام هم پخش میشه برنامه یا نه؟ نه نه توی اینستاگرام رستاخیزم برنامه داره پخش میشه. لطفاً عزیزان توی فیسبوک برنامه رو پخش کنید، برنامه بسیار بسیار مهمی داریم. ضمن اینکه همین ابتدای برنامه من بگم تشکر کنم از دوستان، هموطنان، عزیزان در لس آنجلس که موفق شدن پای تخت ایرانیان در آمریکا که توسط مافیای کثیف ایران ستیز 40 سال بود مصادره شده بود رو از دست این اراذل اوباش مافیایی نجات بدن و آزاد کنن. در حقیقت لس آنجلس توسط عزیزان دیروز پیروز آزاد شد. حالا بهش بیشتر میپردازیم. علی جان من عرض کردم که در اینستاگرام من پخش نمی کنم. شما فکر کنید من میگم بله، چون که من اصلا اولا حواسم نبود به اینستاگرام، دوم این که سیستم ندارم که خواسته باشم الان تو اینستاگرام پخش کنم. الان گفتی یادم افتاد. خدمتتون عرض کنم که خب جناب قاسمی تبریک گفتن اولش بابت فتح لس آنجلس. من میخواستم یه تسلیت بگم، با یه تسلیت سعید جا برنامه رو آغاز کنم. تسلیت میگم به جناب سرلشکر سپهبد فرمانده آقای دکتر پروفسور شهرام شارلاتان با خودزنی که کرد، خودکشی سیاسی رو هی پشت سر هم توی چند وقته توی یک سال نیم دو سال اخیر پشت سر هم داره تکرار میکنه. ولی این خودزنی بد خودزنی بود، هم از نظر مدیا خودزنی کرد، هم در حضور من فکر کنم حداقل 1500 نفر ایرانی ها رفته بودن توی این برنامه، بد خودزنی کرد. به هر صورت به تسلیت میگم آیه شارلاتان، امیدوارم که همیشه از این قمها ببینیم و روز به روز بیشتر از دیروز احمقتر، کودنتر، بیخردتر بشی و از این حماقت لذت دنیوی و اخروی ببری، هم خودت، هم همراهانت، هم اون ارزل او باش. اما سعید جان ما فکر میکنم تو بسیاری از برنامه هامون یک سری مطالبی رو گفتیم برای کسی از این عرض لوباش جا نیفتاده و یکی از این جملات کلیشه‌ای منتسب به رستاخیز سیمرغ اینه که دشمنان ایران انسان‌های بیخرد و احمقی هستن و فکر میکنم بقیه ایرانی هم مثل خودشونه، یعنی بعضی افراد هستن هرچی تو کیسه شونه، فکر کنم بقیه هم همون تو کیسه شونه. و اینجا میخوام به شهرام شارلاتان بگم که آقای شهرام شارلاتان واقعا کوچکتر از اونی هستی که خواسته باشی با نسل بعد از خودت که نسل 57 به بعدی و نسل دهه 60 و 70 و 80 اینا هست در بیفتی. مرد صدا می آمد مشکل صدا یکو داره صدا
اجازه بده صدا من رو باید کم کن. خدمت رو درست کنم که امیدوارم الان صدا خوب شده باشه. بله این عرض میکردم که آقای شهرام چالاتا واقعا کوچکتر از اونی هستی که خواسته باشه با نسل بعد از 57 نسل دههای 60 و 70 و 80 اینو درگیر بشی. عملا یک سال هست، یک سال و نیم هست که داری دقیقاً با مهرهایی که ما برات میچین بازی میکنی، حواست نیست، پای سرم داری گل به خودت میزنی، حواست نیست، الان هم داری، فعلا هم حالیت نمیشه، هی داری مثل پیچه نه نه خب اگر هنسفری بزنم چه میشود؟ امیدوارم که با هنسفری خوب بشه، دیگه مجبورم هنسفری بزنم. هنسفری میزنی یه لحظه دوست دارم از هنسفری استفاده میکنم. امیدوارم که الان صدا خوب شده باشه دوستان و دیگه اگر خوب نشده باشم مجبورم که فقط برنامه رو بذارم در اختیار جناب قاسمی و خودم بشینم کنار اگر صدا خوب نباشه. خدمت رو عرض کنم که باز مجبورم تکرار کنم اگر صدا بد بوده باشه. خب شهرام شارلاتان اگر دوستان خوب متوجه نشدن، شهرام شارلاتان دیگه اصلا متوجه نمیشه، همینجوری حرفای ما رو متوجه نمیشه، وای بالا اون روز. اینو گفتم که شهرام شارلاتان تو حدودا یک سال نیمه دائما داری گل به خودت میزنی، حواست نیست و دائما هم با مهرهایی که ما روی میز داریم میچینیم ما داریم مدیریتت میکنیم و حواست نیست واقعا. در هر صورت امیدوار هستم که تا قبل از آزادی ایران کلا مشاهیرت رو از دست بدی و یادت برسن کی هستی، وگرنه در فرده بعد از آزادی باور کن مردم ایران اون بلایی که پری روز توی لس آنجلس سر در آوردن که حالا تو برنامه برای دوستان منتشر میکنیم ویدیوشو، اون کاری که تو لس آنجلس باد کردن، مطمئن باش از فرودگاه رضا شاه بزرگ یعنی اتوبان صابه باید لخشی چیز بره، نه همینجوری بود دوی بری معلوم نیست حالا کدوم قبرستون سر در بیاری دیگه، من نمیدونم ولی میدونم که مردم ولت نمیکنن. در صورت این بخشی از اون پیش مقدمه برنامه امشب بود تا بریم سراغ اصل مطالب. خب جناب قاسمی از کجا شروع بکنیم؟ الان من میگم خدمت شما این مهمان برنامه رو اگر میتونید لطفا روی چیز تماس باشیم بگیرشون رو داشته باشیم روی خط که از اول صحبت باشن. خب دوستان امیدوارم الان مشکل صدا حل شده باشه و دیگه ایرادی نباشه. عزیزان توی فیسبوک برنامه پخش کنید، برنامه مهمیه، یک رمزگشایی از مافیای ایران ستیزیه که قبلا بارها در موردش صحبت کردیم. هر موقع جمهوری اگر نشان آخوندی احساس خطر میکنه، هر موقع حس میکنه که الان دیگه زمانیه که مردم دارن یک پارچه میشن و اون کلید اصلی رو پیدا کردن، کلید اصلی قفل نکبتی که سال 57 به کشور ما زده شد، این جپو جنوبرهای مافیایی در خارج از کشور شروع میکنن به تقلا کردن و تلاش کردن برای حفظ جمهوری انگلشان آخوندی. همیشه ما اینو گفتیم و این از خروجی برنامه رستاخیز سیمرغ هست. دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن میدونن که ما به این باوریم که جمهوری انگلشان آخوندی اونی نیست که داخل ایرانه. در حقیقت جمهوری انگلشان آخوندی سر اصلیش در خارج از کشوره و در این کشورهای مختلفی که شما دارید میبینید و این مافیاست که عواملی در درون ایران داره برای تحول منافع ملی ایران و این مافیا، سیاستی که این مافیا پیاده کرده و بازی که چیده، یه سری متاسفانه ایرانی های خودفروشی هستن که در این وسط بازی میکنن برای 10 دلار، 20 دلار، 1000 دلار، یکی هم مثل شهرام شارلاتان برای 100000 دلار یا مثل علیرضا قوری‌زاده و بقیه جک و جنوبراشون. برابر این همیشه گفتیم تا دشمن رو نشناسی، تا ندونی از کجا داری ضربه میخوری، تا سناریوهای جمهوری انگلنشان و مافیا رو ندونیم، میشه 40 سال مبارزه که دیدید تا
به امروز تا به چند وقت پیش دیدی دور باطل بود، یه روز موسوی، یه روز کروبی، یه روز خاتمی، یه روز روحانی، یه روز احمدی نژاد، و همیشه ما رو سرگرم این شامورتی بازی ها و شارلاتان بازی ها کرده بودن. خارج از کشور هم که امروز حزب پشت می اومد، فردا حزب رخش می اومد، پس فردا حزب نمیدونم مشروطه می اومد، یکی دیگه حزب فلان می اومد، و این شامورتی بازی ها و شارلاتان بازی ها مدام ادامه داشت. تهش هم اپوزیسیون مثلا خارج از کشور میگه آقا ما زورمون نرسید، نتونستیم اتحاد کنیم، جمهوری اسلامی هم یه بیلخ به همه نشون داد. حالا اتفاقی که افتاده دوستان در داخل ایران از قیام دیماه یا عقب‌تر از آبان، از هفته آبان 1394 در پاسارگاد، فریادهایی که مردم ایران زدن، فریاد جاویدچار، روح افشاد رضاشا و از این قبیل فریادهایی که شعارهایی که ایران رو میخواد برگردونه به سوی ناسیونالیسم ایرانی، به سوی هویت اصلی ایرانی، به سوی همون کجراهای کثیف سال 57، این روشنفکران و روزنامه نگاران و عده زیادی از امت نادان و ناآگاه سال 57 ایران رو از مسیر اصلی به کجراهه بردن، و تا همین امروز هم دارید میبینید که ایران به کجا رسید. وقتی مردم داخل ایران کلید رو پیدا کردن، وقتی مردم داخل ایران با به لطف فضای مجازی متوجه شدن که آقا اگر میخوای مقابل جمهوری انگلشان آخوندی بیستی، برا جان داری با من صحبت میکنی؟ نه. وقتی مردم به این نتیجه رسیدن که وقتی شما میخوای مقابل جمهوری انگلشان آخوندی بیستی، باید چیز رو مقابل جمهوری انگلشان بذاری که اون این اومده که این نباشه، پس جمهوری اسلامی اومد چیکار کنه؟ جمهوری اسلامی اومد که ادامه دوره کثیف قاجار پیاده بشه. شما دوستان میدونن در زمان قاجار بخشای زیادی از ایران جدا شد و این فاصله ای که افتاد بین این قاجار و جمهوری انگلشان آخوندی دوره ای بود که رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر اومدن در رأس امور قرار گرفتن، کشور رو در دست گرفتن و روی اون اصول ایران پرستی و ایرانگرایی و ملیگرایی ایرانی و ناسیونالیسم ایرانی و نگاهی که به سوی ایران باستان داشتن و ایران یک پارچه و قدرت و تمدن ایران داشتن، این فاصله رو انداخت بین قاجار و جمهوری انگلشان آخوندی. در دوران دو پادشاه پهلوی وضع اقتصاد ایران رو دیدید، قسمتایی که از ایران جدا شده بود مثل میرزا کوچکان انگلی، مثل شیخ خزعل و اون یکی کنونه نمیدونم چی که بخشای از ایران رو جدا کرده بودن، دیدید با سیاست و درایت شاهان پهلوی این قسمت ها به ایران بازگشت و ایران در سال 57 به جایی رسید که همه بر همگان دیگه امروز به قول معروف این امر ثابت شده. حالا زمانی که مردم داخل ایران میان و این شعار رو میدن، خیلی جالبه، چند مطلب بگم بعد بفرستم مهمان برنامه. زمانی که مردم اومدن این شعار رو دادن، دوستان همتون شاهد بودید که در خارج از کشور در رسانه‌های فارسی زبان، اون رسانه‌های فارسی زبان دولتی که وظیفه‌شونه، مثلا آیت الله بی بی سی، صدای آمریکا و دیگران، اینا وظیفه‌شونه که سانسور کنن، وظیفه‌شونه اون چیزی که مردم میگن رو انعکاس جان کاپ مایک تنگ میشه ببر تو صحبتت میتونی. وقتی رسانه‌های خارج از کشور انعکاس ندادن این صداها رو، تنها ابزاری که این وسط دست مردم بود فضای مجازی و اینترنت بود که دیدید جمهوری انگلشان آخوندی با دستور اربابانش اینترنت هم به روی مردم بست و سعی کردن یک فاصله بندازن و یک سردی بین این مبارزات مردم ایران بندازن، مبارزانی که در همون چند روزش، حالا شاید آمار بعدها بیاد، بعد از رفتن جمهوری انگلشان آخوندی منظورم، آمار واقعی بیاد، چند صد نفر کشته شدن، چند ده هزار نفر دستگیر شدن و معلوم نیست کجا. حالا اون اطلاعاتی که شاید بعداً در موردش بیشتر اسنادش بیاد بیرون، اما زمانی که در خارج از کشور این رسانه ها این صدای مردم ایران رو سانسور کردن، هموطنان در سراسر دنیا تصمیم گرفتن که تجمعاتی بذارن توی استرالیا، توی اروپا، توی آمریکا، توی کانادا و انعکاس اون خواسته مردم ایران باشن و این یک دست شدن و این اتحاد در عمل رو به قول معروف پیاده کنن و نشون بدن. مافیا و این اراذل اوباش مافیایی دست به کار شدن و مثل موش، مثل موجودات رزم کثیف و پستی
که میرن توی تجمعات، شما دیدید میرن کنار تجمعات وای میسن، دوربین هم میگیرن رو جمعیت، از خودشون گزارش تهیه میکنن مثلا برای آشغالی مثل شهرام شارلاتا، یا اگر کسی میخواد اونجا شعار جامعه چهار رضا شاه رو اچات جام کمال من صدا داره قاطی میشه متوجه نمیشم. اگه لطف کنید خب یه لحظه چیز کنید الان به اونجا که برسیم بعد مهمان از میان توی برنامه صحبت کنید قاطی میشه من از برو. این جریان های مافیایی که در رسانه ها هستن اومدن توی فضای مجازی، فضای مجازی هم اومدن توی فضای حقیقی و در میادین مختلفی که کشورها تجمع گذاشته شد سعی کردن خواسته مردم ایران رو سانسور کنن به بهانه این که آقا اینو نگید بذارید دیگران هم بیاین. آقا ایها الناس، اگر ملت ایران میخواستن دیگرانی هم باشن و کمک کنن به این ملت قطعا این دیگران رو صدا میکردن. مردم ایران بزرگترین ضربه رو از این چپی ها، از این چپای ایران ستیز و بقیه جک و جون برای موجوداتی که هستن، موجودات متوهمی که در این فضای مثلا اپوزیسیون هستن دیدی که ملت ایران پشیزی هم براشون ارزش قائل نبودن. و پس وقتی که مردم داخل ایران با جونشون بازی میکنن و میان خواستشون رو فریاد میزنن، اون بیشرف و اون کثافتی که در خارج از ایران نشسته و مانع این میشه که اون صدا انعکاس داده بشه دیگه تکلیفش با همگان روشن. اینجا رو میذارن با اسم دموکراسی که میگن آقا دموکراسی بذارید همه صحبت کنن، اما این دموکراسی هم باز ناقصه. این دموکراسی هم سه چهارمش درسته از دید اینها. اون سه چهارمش هم اینه: اصلاح طلبه حق داره بیاد حرفشو بزنه، تجزیه طلبه حق داره بیاد حرفشو بزنه، مزاحم خر حق داره بیاد حرفشو بزنه، شورای مدیریت گراز و همه اینا بیان حرفشونو بزنن، اما پادشاهی خواه حق نداره حرف بزنه. کدوم پادشاهی خواه؟ پادشاهی خواهی که حداقل در قیام آبان ماه که بیش از 250 شهر ایران فریاد زدن، این پادشاهی خواه و این جریان پادشاهی خواهی، یه بار دیگه جریان پادشاهی خواهی نه برای نوع حکومت، برای آلترناتیو مقابل جمهوری انگلستان آخوندی، اون آینده بحثش یه چیز دیگه است. این جریان پادشاهی خواهی اتفاقا جریانیه که مشروعیت داخلی داره، یعنی تنها جریانیه، خوب دقت کنید دوستان، جریان پادشاهی خواهی تنها جریانیه که مشروعیت قانونی داره و مشروعیت مردمی داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی مردم ایران میان این رو فریاد میزنن، وقتی مردم ایران با جونشون بازی میکنن و میان خواستشون رو فریاد میزنن، مشروعیت میدن به اون جریانی که دارن فریاد میزنن. اگر مردم اومده بودن در آبان ماه، مثلا همین آبان ماه گفته بودن میر حسین موسوی فلان فلان، همین جک و جونو برام گفتن آقا چون مردم دارن میر حسین رو صدا میکنن پس همه باید بریم زیر چتر میر حسین جمع بشیم. یادتونه دیگه این شارلاتان بازی‌ها رو درآوردن، در مورد کروبی درآوردن، مگه در نیوردن؟ حالا وقتی که مردم میان میگن جاوید شاه، روحت شاد، رضا شاه، اینها میان چی میگن؟ اینجا دیگه بازی برمیگرده، میگن اینهایی که اومدن دارن میگن جاوید شاه، یا در تجمع مثلا شهر فلان اومده طرف میگه بگو برگشت شاه، روحت شاد، رضا شاه، اینها مزدوران جمهوری اسلامی هستند، اینها آمدن که دیگران نیومدن. اینو داشته باشیم. چند روز پیش توی کل آلمان یک تجمعی انجام شد و توی این تجمع که اتفاقا شهرام شارلاتان بعد از اون روز بلا استثناء هر ساعت داره اون ویدیو رو نشون میده، منتها اون ویدیو رو یه بخشش رو داره نشون میده که اون بخشش هم اون یارو هومن شورتبندیه، نمیدونم کیه که دیشب در موردش برنامه رو گذاشتیم مستنداتش رو دیدید، اون میاد توی اون تجمع و میگه اینها بچه های ما هستیم هستن، در صورتی که خودش همون یه نفر خودش. ولی اتفاقی در این تجمع افتاد که زمانی که حالا میبینید ویدیوشو میبینید و با این هموطنمون هم صحبت میکنید، زمانی که اون خانم برگزار کننده این مراسم یا حالا میکروفون به دست این مراسم میاد و یک صحبتی رو میکنه، یکی از هموطنان ما، یک شیرزن ایرانی، یک شیروانو میاد اونجا و میگه آقا اگر شما جمع شدید باید خواسته مردم رو فریاد بزنید، چرا اجازه نمیدید خواسته مردم فریاد سر داده بشه؟ که بعد عرازل اوباش شهرام شارلاتان میپرن وسط و ادامه ماجرا رو میشنوید. اما اینو داشته باشیم، شهرام شارلاتان میاد در تلویزیونش در
که حالا اونم احتمالاً یه تیکشو بذاریم میاد و این خانمی که اومده در این تجمع و دوستانشون که اومدن دارن فریاد جاوید چرا میزنن اینا رو مزدور جمهوری انگلنشان آخوندی معرفی میکنه. خیلی جالبه اینها رو مزدور معرفی میکنه. جناب کمال من فکر میکنم زیاد صحبت کردم ولی فکر میکنم اون ویدیو رو لطفا اول بذارید بعد مهمان برنامه اونو دعوت کنید. خب اگه اجازه بدی من یه سری مطالب رو بگم چون صحبت ها دیگه هی از این شاخه به اون شاخه نشه. پیرو صحبت های آقای قاسمی در رابطه با این که از نظر این افراد هر گروهی با هر اسمی به اسم دموکراسی حق فعالیت دارند به غیر از طیف پادشاهی خواه، یه مطلب بسیار اساسی وجود داره. شما در برنامه‌های مختلف در تلویزیون‌های مختلف وقتی نگاه می‌کنید افراد به عنوان حالا یا سخنگو یا دبیرکل یا رایزن یا هر عنوانی که برای خودشون تراشیدن وقتی میان صحبت می‌کنن، مثلا اسماعیل نوری‌علا در همین تلویزیون شهرام شارلاتان حدوداً یک ماه پیش یک جمله‌ای رو برگشت گفت. گفت من شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارم به عنوان اینکه سلطنت طلبا اون رو می‌خوان. سلطنت طلبا، اما با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی خودش اصلا دنبال حکومت سکولار دموکراته که بارها من اینو عنوان کردم سکولار دموکرات شاخصه های یک نوع حکومت نه نوع حکومت، یعنی هر حکومتی که بیاد بعد از جمهوری اسلامی روی کار توسط مردم این دو خصوصیت رو باید داشته باشه، هم سکولار باشه هم دموکرات. اما نوری علا گفت با توجه به اینکه سکولار دموکراته اما چه تضمینی وجود داره که این شعارشو اجرا بکنه، یعنی هم دموکراسی هم آزادی احزاب و و و همه اینا رو اجرا بکنه. در واقع اسماعیل نوری علا در تلویزیون شهرام شارلاتان برای اینکه در آینده بعد از جمهوری اسلامی با حکومت مردم سالار دوباره شروع نکنن جنگیدن، دوباره گانگستر بازی در نیارن، اصلاً نبندن کمرشون، نرن چریکان فدایی رو دوباره راه بندازن که از نظر اون حزب توده خائنه اما چریک فدایی اشتباه کرده، تو برنامه همین آخرین جلسهش گفت این کارو نکنه. میگه تضمین چی میدید؟ تضمین چی میدید؟ اما موقعی که به خودش میرسه میگه اگر مردم ما رو قبول دارن و ما بیاییم روی کار، حزب سکولار دموکرات به مردم تضمین میده. تضمین چی میده؟ حزبی که میگه فقط تو کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی منم و زنم، هیچ کس دیگه ای رو قبول نداره، وقتی با موج همگیر و سراسری ایران مواجه میشه که کل ملت ایران فریاد میزنن شاهزاده برگرد، یه دفعه همهشون مغزشون هنگ میکنه، فقط میاد میگه تضمین چی میدید؟ اما در شرایط دیگه خودش فقط حرف تضمین رو میزنه، نوع تضمین معلوم نیست، میخواد مثل شهرام شارلاتان چک بلا محل صادر بکنه یا سفتر میخواد صادر بکنه، سفتر میخواد بده کی جیرو بکنه تضمینش بکنه دوباره، هیچش معلوم نیست. چرا؟ اگر این افراد نسبت به حکومت شاهنشاهی مشکل نداشتن اصلا اتفاق سال 57 رخ نمیداد و وقتی اون موقع مشکل داشتن و اون اتفاق رخ داد قطعا نمیخوان بذارن و بهشون دیکته میشه که نباید بذارید که برگردیم به حکومت پادشاهی. یک اتفاق در طول این قیام اخیر که کماکان ادامه داره، هنوز نخوابیده در داخل ایران، به صورت کاملا همسو و موازی توسط اپوزیسیون های صادراتی جمهوری اسلامی که داره مدیریت میشه هم از نظر پول هم از نظر برنامه هم از نظر استراتژی خارجی و داخلی، همزمان با نیروهای درون کشور توسط جمهوری اسلامی به اجرا در اومد. شما نگاه کنید مردم داخل کشور فریاد زدن رضا شاه روحت شاد، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، شاهزاده برگرد، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. جمهوری اسلامی سرکوب کرد، با تمام قدرت سرکوب کرد، با تمام ابزار سرکوب کرد،
امثال حشمت تبرزدی ها از داخل شروع کردن مرض ریختن، سعی کردن صدای مردم رو سانسور کنن، خفه کنن. در خارج از کشور شاخه دوم و سوم جمهوری اسلامی، یعنی سازمان مزاحمین خلق، چی ببخشید، خلق و همین شارلاتان های 57 و نسل جدید شارلاتان های بعد از 57 چیکار کردن؟ اونها هم همون عمل کرده داخل کشور که جمهوری اسلامی انجام داد، اینا در خارج انجام دادن. یعنی صدای مردم رو خواستن خفه کنن. هم در آلمان، هم در هلند، هم در وین، هم در دانمارک که خود من برنامه رو برگزار کردم، سعی کردن همه، هم در لس آنجلس، هم در آتلانتا، آتلانتا در آمریکا، سعی کردن صدای مردمی که در داخل ایران دارن فریاد میزنن بابت اون خواسته ای که دارن، جون دادن، که حالا در ادامه برنامه آمار تقریبی رو عرض میکنم خدمتتون، تعداد کشته شدگان، مجروحین و بازداشت شدگان، جونشون رو دادن، اینا رو فریاد زدن. ماهایی که در خارج باید صدای مردم داخل رو به گوش جهان برسونیم، ماها رو خواستن خفه کنن که صدای مردم نرسه. اما آیا تونستن واقعا؟ آیا تونستن؟ اینو در ادامه بهتون نشون خواهیم داد که هیچ قدرتی توانایی خفه کردن صدای ملت ایران و چه در داخل و چه در خارج نداره. هیچ شارلاتانی قدرت اینو نداره که جلوی مردم حق طلبی که آرمان مشخص دارن و اون گذر از جمهوری اسلامی، گذر از جمهوری اسلامی بدون قید و شرط هست، حول محوریت شاهزاده رضا پهلوی، با حفظ تمامیت ارضی، با پرچم سرنگ شیر خورشید نشانو ندارن، نمیتونن جلوی این ماهیت و اصالت ایرانی بایستن. مردم ایران برگشتن به اصالتشون. هیچ قدرتی، شما که سهلید، امثال شهرام شارلاتان ها، اسماعیل نوری الله ها، حسن شریعت مداری ها، محسن سازگار ها، مسعود دهنود، اکبر گنجی، عطالله مهاجرانی و و و و و همه تون رو هم دیگه جمع بشید، یه ناخون کوچیکه ملت بزرگ ایران نیستید. اینه تا اینجا این پکیج رو داشته باشید فعلا تا تو مرحله بعدی. اما من یه ویدیو نشون بدم که جناب قاسمی اشاره کردن. این ویدیو در رابطه با شهر کلن اتفاقی که افتاد، اما ویدیو رو ناقص نشون دادن و نذاشتن کاملش دیده بشه. سعید جان همون ویدیو رو میگی که مهمان برنامه داخلش هست دیگه. بسیار خب دوستان، این برنامه، این ویدیو رو ببینیم با هم دیگه، برگردیم. این ویدیو 7-8 دقیقه است، با دقت گوش کنید دوستان، قشنگ دقت کنید، جملات رو گوش کنید. اون بانوی که اون وسط داره فریاد میزنه که صدای مبارزان داخل کشور رو به گوش همه برسونه رو قشنگ گوش کنید چی میگه و دیگران چی میگن، تا بعد برسیم به هومن شهبندی، مأمور وزارت اطلاعات در برون مرز. Es ist schwer, ich weiß, aber ich glaube, dass wir schaffen, dass wir lachen, frei von Gewalt und Waffen. Wenn alle helfen, gibt's auch keine Klassen. Unterschiede, wenn wir die Armut auch zusammen besiegen, schaffen wir ein Reich aus Liebe, wie das Königsbuch es schrieb. Ein Volk, das nicht kämpft, sondern liebt, in dem die Sonne immer schien. Ohne Ärger, ohne Krieg, ohne Ärger. بزرگترین مشکلی که ما تو ایران هم داریم که یه بزرگتر چه اتفاقی داره میاد؟ دوستان عزیز، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید. ببینید، اول برنامه من از طرف برنامه گذاران ضمن خوش آمد دلیل اومدنمونو به اینجا گفتم. ما فقط و فقط برای حمایت از مردم درون ایران اینجا هستیم.
ما برای حمایت از مردم و علیه جمهوری اسلامی. هر کدوم ما ممکنه عقیده سیاسی و سازمانی خاص خودمون رو داشته باشیم. خواهش میکنم شعارهای خاص سازمانی رو بذارید برای وقتی که گروه های مختلف با هم میخوان جمع بشن. اجازه بدین خانم های عزیز، دوستان عزیز، دوستان عزیز، ما اینجا جمع دوستان عزیز ببین دوستان خواهش میکنم جمع با هم نزنید. دوستان ما تصمیم گیرنده نیستیم برای مردم ایران، اینو ما باید بدونیم. ما فقط اومدیم حمایت بکنیم. خب من یه مطلب رو بگم سعید جان، بعد بریم سراغ مهمان برنامه، اگر هم شما صحبت داشتی بعد انجام بده. ببینید دوستان، چند تا نکته خیلی کوچیک تو این ویدیو بود. اگر دقت کنید من واقعا متاسفم برای اون برگزار کننده این تجمع. البته میدونم که عمدی این اتفاق افتاده، نه سهوی، نه از روی عدم دانش آگاهی، قطعا از روی دانش کامل بوده. کسی که میره مجوز میگیره برای تجمع، کسی که میخواد یک کار ساختار شکنانه برای سرنگونی یک حکومت دیکتاتور بندازه، باید بدونه چه اتفاقی رخ داد که این کثافتا اومدن سال 57 و اون خطا رو نکنه. کسی که روی بازوش به عنوان انتظامات پارچه قرمز میبنده، یعنی حزب کارگری کمونیست، واقعا متاسفم برای اون برگزار کننده این تجمع که انقدر خودفروشه. یعنی حزب کارگری کمونیست استفراغی که اتحاد جماهیر شوروی بالا آورده رو الان یک مشت روانپریش عقب مونده ذهنی و همه ذهنی ببخشید عقب مونده سیاسی دارن میخورن. یعنی همون استفراغی که خود اتحاد جماهیر شوروی حاضر نیست از بغلش رچه بوش بخوره به دماغش. این یه مورد. زمانی که
این بانو اون وسط داره داد میزنه تا میان مردم جون بگیرن بگن جاوید چا، دقت کنید چه اتفاقی افتاد. اون پسرهی که اولش ایستاد و تهی میگفت اوکی اوکی، میکروفونو میگیره شروع میکنه شعارهای آلمانی دادن، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، که صدای جاوید چا و صدای رضا شاه رو از چاد و کسی نشنوه، اصلا سر نده. تو ویدیوهایی که امشب براتون پخش میکنیم رو نکات ریز دقت بکنید، مخصوصا در ادامه این اتفاق رقم خواهد خورد. البته روی ویدیو بعدی میتونیم صحبت بکنیم. خب سر جانی شما صحبت دارید بفرمایید، اگر نکنم من فقط یه مطلبی رو بگم قبل از اینکه بریم سراغ بانو رازی، همه شیرزنی که این وسط بود و یک تنه بازی همه این جک و جنوبرا رو به هم ریخت، در ادامه رو خودشون هم توضیح میدن. فقط یه مطلبی بگم، چند تا آدم اونجا بودن، یکیش اختر قاسمیه که من بهش میگم انتر قاسمی، حالا در ادامه باش کار دارم، که همه میدونن از این چریکای فدایی خلقه، و یک لومپن دیگه بود به اسم هومن شهروندی که حالا اونم بهش میرسن، و دو تا دیگه از عرازل ما هستیم که اونجا باش پرچم چتر پرچمیه به قول خودشون ما پستیمشون ایستاده بودن. اینو داشته باشید، بریم سراغ بانو رازی گرامی. اگر هستن روی خط درود بر شما. نه هنوز روی خط نیستن، اجازه بدید. پیدا کنم تا شما را بگیرم. روی خط بودن که جان شما؟ نه خب خیلی طولانی شد، قطع کردن، میخواستن برنامه رو ببینن. خب الان صدا میپیچه، یکی یکی باید صحبت کنیم که سعی جا صدا نپیچه. ندیه شما بانو رازی درود بر شما. درود بر آقایم. کمال پور هستم، حالتو خوبه؟ شما الان روی خط هستید، میخواید یه صحبتی بکنید؟ جناب قاسمی هم صداتون رو میشنون، دوستانم صداتون رو میشنون، یه صحبتی سلام علیکی داشته باشید تا بریم ادامه. با کمال میل، من شب خوبی یا وقت خوبی برای همه دوستان آرزو میکنم، برای آقایم آرزو میکنم، و سپاس دارم ازتون که این وقت رو به من دادید که یه حقایق این وسط روشن بشه. من خدمتتون عرض میکنم با یه جمله، کمدی تراژدی اونجای اوج میگیره که یه 57 به نسل من برمیگرده میگه شهر رو به هم نریز. نه؟ سوالی هستش؟ بله، اجازه بدید من الان مایکو ببندم تا جناب قاسمی هم صدای جناب قاسمی هم شما داشته باشید. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردین و از صدا برمیگردم و امیدوارم که سلامت باشید. بانو رازی گرامی، اول قبل از هر چیزی به خاطر اینکه این جک و جنوبرای مافیایی رسانه‌ای مخصوصا شهرام شارلاتان اومد یه سری حرفا رو زد و دیگرانشون یه سری صحبت میکنن که میگن آره بعضی اگر میرن توی تجمعی دنبال جوابن، دنبال نمیدونم پناهندگی سیاسی هم، و از این قبیل حرفایی که اینا بهانه‌ای که میان میزنن. شما یه لطفی بکنید اگر را دستتونه، هم خودتون معرفی کنید برای دوستان، هم بگید چند ساله در آلمان هستید و هدفتون چی بود از تجمعی که انجام شد، رفتید چند تا شهر دیگه هم میدونم که پشت سر هم رفته بودید، صفحه پستاش روی فیسبوکتون هست، و برای چی رفتید، چه اتفاقی افتاد؟ یه خلاصه ای لطفا برای دوستان بگید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. که بچه ها میرن
ما سوء استفاده میکنن، فیلم عکس میگیرن برای دادگاه. خدمت دوستان عرض میکنم من سال 99 مرداد 99 من وارد آلمان شدم و الان 20 ساله که غربت هنوز نشد عادت ما. نه یعنی 1999. بله 1999. من به فرمان شاهزاده و همه ما به فرمان شاهزاده تصمیم بر این گرفتیم و اراده کردیم که به قول فرمایش آقای قاسمی حتی مجاهدین رو در کنارمون در کنارشون بایستیم، شعار خودشون رو بدن، فریاد خودشون رو بزنن، یا حتی چاپای ما، یا حتی 57 ها که من یه پرانتز باز میکنم، 57 ها نمیدونم چرا بچه هاشون رو نمیفرستن با ما صحبت کنند، البته مشخصه چون پارسی بلد نیستند. نه من تمام پست ها، اعلامیه ها که می اومد روی نت توی صفم میذاشتم. پست خانم اختر قاسمی هم که ایشون تبلیغ کردن، البته ایشون دو روز از برنامه ها گذشته بود. آقای قاسمی یا جناب کمالپور هر جو که من وقتم تموم میشه راحت میشونید برای قرار نه شما راحت باشید، شما راحت صحبتون رو بفرمید. متشکرم. بعد ایشون اومدن دو روز از جریانات گذشته بود، ایشون اومدن یه استاتوس گذاشتن که دوستان از من پی در پی میپرسن که کی برنامه میذارید. من الان توی شهر دیگه هستم، برگردم با دوستان صحبت کنم برنامه میذاریم. دوستان منظور خانم مینا احدی. من توی کن از سال 2005 دارم زندگی میکنم، سال 88 من فعال بودم، اینتنسیو فعال بودم و اینا همه منو میشناسن. همین جریانات ما سال 88 هم با اینا داشتیم، منتها اون موقع هنوز این امکانات ویدیو و این فیسبوک و این چیزا هنوز به صورت همراه نمیشد داشته باشیم که بتونیم مدرک داشته باشیم و آرشیو کنیم. در هر صورت پست من رفتم برای خانم قاسمی کامنت گذاشتم منظورتون از دوستانتون خانم مینا احدی هستند و همین. چند روز بعد اومد، یک روز بعد یا دو روز بعد اومد دوباره پست گذاشت که دوستان روز شنبه کن روبروی کلیسای دوم. من اونو چیز کردم، اونو حتی تایلنگ کردم، گفتم به فرمان شاهزاده ما فرمان اجرا میکنیم. نه با اینکه من یکی از کسایی هستم که مقابل خانم اختر قاسمی ایستادم، نه گفتیم این بار در کنارشون میستیم. روز شنبه برنامه دوسلدورف داشتیم، رفتیم دوسلدورف. حتی من بارها اعلام کردم خودم، چون از بچه هایی بودیم که شعار می دادیم و حتی بچه هایی که بلنگو دستشون بود ازشون خواهش کردم برنامه کل رو اعلام کنن و ما از اینجا بتونیم دست جمعی نیروی بیشتری ببریم به طرف کل، نه؟ و بتونیم یه برنامه خوب داشته باشیم. من با قطار برگشتم کن، 40 دقیقه از برنامه، من تایم رو نگاه کردم، 40 دقیقه از برنامه گذشته بود، چیزی در حدود یه 2 دقیقه بود من رسیده بودم. یکی از خانما که منو میشناسه، خانمای پادشاهی، سلام علیک کرد، برگشت من گفتش که به ما اجازه نمیدن شعارهای پادشاهی رو بدیم. نه یک 2 دقیقه گذشت که خانم اختر قاسمی میکروفون گرفتن و گفتن که شعارهای سازمانی ندید و من چون در جریان قرار گرفته بودم که منظور ایشون از شعارهای سازمانی چیست، اونجا دیگه خب باید به هر حال صدای مردم میرسید. منم از مردمم، هر جام تونستم حرف مردمم رو زدم. تا اینجا این اتفاقات افتاده که دیگه بقیه رو شما توی ویدیو میبینید که سعی میکنن صدای مردم ایران رو خفه کنن، صدای انقلاب مردم ایران رو خفه کنن با بلندگو، با شعارهای متفرقه غیر از پادشاهی خواهی. بچه های پادشاهی خواهی مهر ورزیدن، میتماخن همکاری کردن و یه جورایی من خیلی راحت میگم مجلس آقای همایون به جای ما هستیم، فریاد زده شد جاوید شاه
رضا شاه روحت شاد دیگه تموم ماجرا. جناب همایون، من آقای همایون، آقای شهرام همایون، من پونه راضی هستم که دو سه هفته اومدم رو برنامه شما و نظراتم رو هر بار گفتم، شما به من حمله کردید. یک بارم پشت میکروفون هنوز لایوتون هست برگشتید در مورد شیر و خورشید، در مورد تخت جمشید، تخت جمشید ما رو هم میخواستید اختلاس کنید. ما آخه اختلاسگر داخل ایران داریم که ثروت ملیمونو دارن اختلاس میکنن، اختلاسگرم خارج از کشور داریم که آرمان هامونو دارن اختلاس. بانو رازی ببخشید، یه مطلبی رو الان شما اشاره کردید در رابطه با اینکه رفتید روی خط شهرام شارلاتان، یعنی منظورتون اینه که اون خانومی که رفت روی خط زنگ زد گفتش که دارید شعارهای مردم داخل کشور رو سانسور میکنید؟ اون شما نبودید. بسیار عالی. من برای آقای همایون نفسشون هم بریده بریده بود از بس ایشون به خودشون استرس وارد میکنن. روی خط اعلام کردن که شیر و خورشید رو، پرچم شیر و خورشید رو ایشون زنده کردن، جریان تخت جمشید رو هم ایشون زنده کردن. من فقط کامنت دادم جریان جریان تخت جمشید یک حرکت مردمی بود، یک حرکت خودجوش بود و آقای همایون روی بلنگو کامنت منو خوندن، منو صدا کردن و گفتن نخیر خانم پونه رازی، برید به اونی که یادتون داده بگید این حرفا نیست، تخت جمشید رو هم من زنده کردم. نه بعدم جلسه بعدش ایشون من دیدم که بلاکم کردند. نه در هر صورت من رفته بودم که بلاک بشم، نه مهم نیست. تا اینجا من بحث میدم، گفته گروه میدم دست آقایی. خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدید. خب سعید جان بانو پونه، اون خانم میترا چیز اختر قاسمی که من بهش میگم انتر قاسمی که شال فیروزه‌ای هم اتفاقا انداخته به گردنش، خیلی جالبه اینها وقتی میخوان برای مردم فریبی، برای عوام فریبی، ببین دست میدارن اون نمادهای ملی، نمادهای مردمی، نمادهایی که داخل ایران پاسخ داده شده و اتفاقا نمادهایی که یا رنگهایی یا رنگی که از طرف شاهنشاه شاهزاده رضا پهلوی معرفی شد در رستاخیز فیروزه‌ای که همه در جریان هستن، اما اون شال رو میندازه دور گردنش و میگه شعارهای سازمانی ندید. در کجای دنیا شما دیدید مثلا در همین انگلستان اگر شما برید نماد ملی یا با قول معروف پادشاهیشون یا ملکهشون، این مربوط به کل ملت انگلستان و اون کشورهایی هم که حالا تحت استعمارشون هست، نام ملکه و پرچم انگلستان یا بریتانیای کبیر، مقوله خودشون که الان دارن جدیدن هم رو بریتانیای کبیر کار میکنن، خیلی دارن روش کار میکنن. حالا خانم اختر قاسمی نماد شاهنشاهی ایران یا پادشاه ایران یا تاریخ و هویت ایرانی نه حزبیه، نه جریانیه، نه مال گروه خاصیه، نه مال به قول معروف رسانه خاصیه. این چیزیست یعنی اگر شما ادعا میکنی برای مردم ایران اومدین اونجا تجمع داری سخنرانی میکنی، شما باید انعکاس حرفای مردم باشی. شما حرفاتون رو سال 57 زدید، شما قبل از سال 57 هر تلاشی از دستتون برومد انجام دادید برای ویرانی ایران. شما اوج سواد و شعور و دانش و بینشتون شد خمینی در ماه سال 57. شما کسانی بودید که دست به دست هم دادید، زیر عبای خمینی رفتید و با کلمه مرگ، با شعار مرگ بر فلان، ایران رو نابود کردید. شما حرفی برای گفتن ندارید. حرفهای شما 57 ها روش انفکران 57 بمونه برای دادگاه های بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. اونجا هر چقدر دوست داشتید حرف بزنید، اونجا میتونید از خودتون دفاع کنید، میتونید اون ننگی رو که به کشور ایران سال 57 زدید، اون کشتاری که تا همین امروز که یک جوان داخل ایران داره کشته میشه، شما 57 در حقیقت دارید میکشید. یعنی اگر معترضی اومده توی خیابون، توی احواز، توی خوزستان، توی کردستان، توی تهران، هر کجا اگر معترضی اومده حقشو خواسته و جمهوری اسلامی اینو با تیر زده، جمهوری اسلامی اینو با تیر نزد، شما 57 بودید که این کارو کردید. شما بودید که در جنگ تحمیلی که به ملت ایران تحمیل کردید، شما و اربابانتون، خون هزاران هزار ایرانی رو دستتونه.
شما بودید که همه کشتارهایی که جمهوری انگار نشان آخوندی تا امروز انجام داده مسئول مستقیم شمایی. اما دو تا شخص اونجا بودن، یکیش همین اختر قاسمی بود، یکیش هومن شهربندی یا شهربندی همچی چیزی یا شهربندی، که اتفاقا جفت اینها به خاطر 10 دقیقه دوربینی که تلویزیون شهر شارلاتان، تلویزیون بی آبرو، تلویزیون بی آبروی شهر، که حالا در ادامه برنامهش میرسیم، بی آبروی شهر شارلاتان 10 دقیقه به اینها دوربین بده، اینها از خودشون، از خانوادهشون، از پدر و مادرشون هم میگذرن که بتونن ارباب رو راضی نگه دارن. خیلی جالبه، خانم اختر قاسمی میاد اونجا اون حرف رو میزنه، بعد 3 روز بعدش میره در تلویزیون ایران اینترنشنال، نمیدونم جمع کنکور اون ویدیو رو اگه آماده دارید اونو بذارید لطفا، میره در تلویزیون ایران اینترنشنال و چی میگه؟ میگه سال 88 ایران آلترناتیو داشت، دنیا میدونست یک آلترناتیوی هست که از این آلترناتیو که اصلاح طلبان هستن باید حمایت میکرد، اما امروز آلترناتیو نیست. آلترناتیو نیست میدونید یعنی چی؟ یعنی اینها میخوان اجازه ندند مردم یک شعار واحد رو فریاد بزنن. آلترناتیو اینجا یه معنی دیگه داره، یک معنی ملی داره. وقتی شما میخوای جمهوری انگل نشان آخوندی نباشه، باید مقابلش یک آلترناتیو قوی بذارید. آلترناتیوی که مردم داخل ایران دارن فریاد میزنن چیه؟ دارن میگن رضا شاه روحت شاد، دارن میگن جاوید شاه، یعنی هویت ملی رو گذاشتن مقابل جمهوری اشغالگر اسلامی در تمامیتش، فرقی هم نمیکنه. شما وقتی خانم اختر قاسمی و آقای هومن شهربندی و دیگران و شهرام شالاتان وقتی میاد مانع این میشی که، جالب آنجا رو گوش کنید، مانع این میشی که صدای مردم داخل ایران به مردم خارج از کشور، کشورهای مختلف برسه، دقیقاً به موازات کاری که رسانه‌های کشورهای مختلف دارن انجام میدن. شما در رسانه‌های کشورهای مختلف نشنیدید فریاد مردم ایران رو، نذاشتن مردم ایران صداشو شنیده بشه. حالا رسانه‌ها یک وظیفه‌ای دارن، چون مال مافیا، اینا نمیذارن صدای مردم به خارج از کشور برسه. هموطنان، من و شمایی که میخواییم فریاد مردم رو به گوش مردمان دیگه برسونیم، مردم ایران رو، اتفاقا اینجا هم این مافیا نمیذاره صدا انعکاس داده بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مردم ایران میان جاوید شاه رو فریاد میزنن، شما نگاه کنید اگر در 205 بالای 250 تا شهر ایران در آبان ماه این فریاد سر داده شد که دنیا نخواست بشنوه، گوشاشو گرفت، حالا اگر در کشورهای مختلف تجمع ایرانیان که داره گذاشته میشه همین فریاد سر داده بشه، خب اینا تونستن رسانه ها رو خفه کنن، رسانه ها رو سانسور کنن، روزنامه هاشون ننویسه، سایت هاشون چیزی ننویسه، اما تو خیابان مردم دارن میشنون. اون آلمانی یا اون کسی که توی کلن زندگی میکنه داره رد میشه وقتی شعار جاویدشا رو میبینه، میشنوه، این میره توی ذهنش که اینا دنبال چی دارن میگردن، اینا چی میخوان، اینا حرف حسابشون چیه، و شاید بره تحقیق کنه و شاید هم بیاد سوال کنه از شما که آقا در جریان چیه، داستان چیه. اما اگر شما تجمع بذاری و مثلا مثل هومن شهربندی بری بگی ما پستیم ما پستیم، خب باش، چه اتفاقی قراره بیفته؟ چرا نمیذارن این هم صدایی اتفاق بیفته؟ شما دلیلشو الان میتونید تو صحبت‌های اختر قاسمی در ایران اینترنشنال بشنوید. همین اختر قاسمی که میگه شعار فراحزبی ندید، شعار گروهی ندید. اگه آماده است جام کمپونی رو بذارید. الان باید صدای من وصل بشه، چند ثانیه طول میکشه که صدا اضافه بشه. خب امیدوارم که دوستان صدای من خوب باشه. واو کامپیوتر هنگ کرد. خدا جناب قاسمی شما صدای منو داری؟ سعید جان صدای منو داری؟
جناب قاسمی صدای منو داری شما؟ جناب قاسمی شما صدای منو داری؟ خب ظاهرا ایشون صدای منو ندارن. سعید جان یه بار از اجازه بدید من جناب قاسمی رو دوستان کامنت انگلیسی فراموش نشه، کامنت انگلیسی بنویسید، ظاهرا دوباره در حال ریپورتن. خب این مسئله رو میخواستم بگم، اگر صدای من نمیدونم هست یا نه. بله صدای ما هست، این داشتم میگفتم که اینا اگر صدای من نمیدونم هست یا نه. بله صدای ما. یه لحظه بانو رازی اجازه بفرمایید من صدا رو بستم الان. آه خب الان درست میشه. این داشتم میگفتم که اینا دوستان اگر تصویر من الان فریز شده دقایقی رو صبر کنید درست میشه تصاویر. دقایق نه چند ثانیه منظورم، اشتباه بود. خب سعید جان دوربین تو روشن کن. اوکی بسیار عالی الان درست شد. خب سعید جان من اینو داشتم میگفتم یه اخیر اسکایپ قطع شد کلا، که دلیل این حرکاتی که دارن اینا انجام میدن به همون سببی هستش که خودت اعلام کردی بارها، که مافیا روی اسب مرده شرط بندی نمیکنه و مبارزه‌ای که ما انجام دادیم با این مافیا در طول این چندین سال، این مهرها سوخته شدن. الان توی سیستم جدید یعنی بعد از جمهوری اسلامی، حکومت بعدی که میخواد بیاد روی کار، اینها مطمئن شدن مردم ایران کوچکترین ارزشی برای اینها قائل نیستن، پس منافعشون رو با منافع جمهوری اسلامی تنظیم میکنن. یعنی باید کاری بکنن جمهوری اسلامی بمونه تا اینها بمونن، برای این کار مجبورن این تفرقه رو ایجاد بکنن. بانو رازی پرسشی از شما دارم در رابطه با بعد از این اتفاقات در اواخر فیلم من دیدم که خب پلیس آلمان اومد اونجا، پلیس شهر کلن اومد و دیگه نمیدونم حالا با شما چه صحبتی کرد، اما زمانی که هومن شهبندی ورود پیدا کرد به این قضیه چه زمانی بود و چه چیزایی به شما گفت، بعد رفت اونجا چه مطالبی رو ارائه داد؟ آقای فرمانی از لحظه که من شروع کردم فریاد زدن با میمی که صورت تایید میکرد حرف منو، بله بله رضا شاه روحش شاد یک کار سازمانی نیست نه، بعد و احساس کرد که داره شکار لحظه ها میکنه نه، به قول خود ایشون در یک زمان چیز باهت توی چند تا مجلس میرخصه، منطقه ایشون در مجلس رندان میرخصن، ما در مجلس عاشقان. ایشون شروع کرد فیلم مداری کردن و من فقط سعی میکردم که صدام رو تو اون اتمسفری که داشتن با بلنگو خفقان ایجاد میکردن صدام رو برسونم.
قضیه به اونجایی کشیدش که خانومی به نام سیما از کمیونیتی کارگری های شهر کل که از دوستان پرقنداقی خانم اختر قاسمی و خانم مینا احدی هستن، من همه اینا رو از سال 88 میشناسم، ایشون منو کشید به مسخره، کشید کنار، صدای منو نمیاد توی ویدیو، به مسخره برگشت گفتش که سکته نکنی. برگشتم گفتم شما سال 57 سکته کردی؟ با از جلوش رد شدم. من یه پرانتز باز کنم، دیروز ایشون اینا از شب اول با من تماس گرفتند، من خیلی مشخص برگشتم پیام فرستادم برای خانم اختر قاسمی، خانم اختر قاسمی اگر از من شکایت نکنیم من از شما شکایت میکنم، باید منو بکشید دادگاه. من به پلیس هم گفتم، گفتم که من نمیدونم من توی آلمان هستم یا نه، چطور میشه توی آلمان آزادی بیان رو شکست با یه زبان غریب به زبان مادری من، ایشون دارن جمعیت رو آزادی بیان رو ازشون میگیرن. خانم اختر قاسمی اونجا گاف داد، وقتی برگشت گفتش که این اجازه نامه این تجمع به نام هیچ حزبی زده نشده، در واقع ما از هر طیفی که باشیم، از هر گروه و دستی که باشیم، به همین نسبتی که اونا اجازه ندارند فریاد رضا شاه روحت شاد رو از ما بگیرند، ما هم اجازه نداریم فریاد کمونیست ها رو بگیریم، ما هم اجازه نداریم فریاد مجاهده رو بگیریم اگر اونجا بودند. نه خانم اختر قاسمی دیروز برای من از طریق یه راوی پیام فرستادن که منت گذاشتن سر من که ایشون پلیس رو خبر نکردن. خانم اختر قاسمی من نمیدونم شما فکر میکنم از سال 57 حالا یه 10 سال قبلش هم که اضافه کنیم بهش داری کار سیاسی میکنی، یه 40 سالی هم هستش که تشریف داری تو آلمان تا اینجا که من در جریان هستم، شما تو این 40 سال با این همه برنامه شکست خورده‌ای که گذاشتید یاد نگرفتید که توی این تجمعات اصلا این اتفاقات که میفته کسی لازم نیست پلیس رو خبر کنه، پلیس خودش میاد جلو. ایشون فکر میکنن با یه دختر بچه طرف هستن، سر من دارن منت میذارن، یه جورایی دارن غیر مستقیم میخوان دل منو به دست بیارن که ما ببین به پلیس خبر ندادیم. یعنی نرو شکایت کن. من اگر اینا رو بکشونم دادگاه، من توی فیسبوکم هم نوشتم دوستان در هر گوشه از جهان، کشورهای حالا اسمش هست جهان اول، نه چون با قوانین حقوق بشری البته فقط برای مردم خودشون نه برای مردم ما دارن اداره میشن، وقتی که یه اجازه نامه مهر هیچ حزبی زیرش نخورده، شما میتونید اونجا راحت برید بگید جاوید شاه. من به پلیس هم گفتم، پلیس پروتکل کردند، منتظرم ممکنه برام نامه بیاد، اگر نامه برای من بیاد من حتما از حق شهروندی خودم استفاده میکنم که به من و به هم عقیده های من توی آلمان وسط شهر کل ممنوع شده به زبان مادری من. در واقع اینا دوتا جرم دارن انجام میدن، یکی سوء استفاده از زبان مادری جایی که پلیس ایستاده و یکی هم حق آزادی بیان رو از مردم گرفتن. بفرمایید آقای. خب نقش هومن شهروندی رو نفرمودید که چی بود، چی کار کرد، چی گفت و در نهایت به کجا رسید هومن شهروندی، اصلا داستانش کجا رفت؟ جمع شهروندی اونجا جفت گرفتش و شروع کرد فیلم برداری کردن. وقتی پلیس یه دو دقیقه با من صحبت کرد به من گفتش که برو دم پله های بالای پله ها بایست، نه؟
ولی خب این کاملا قانون اجازه نداشتم دیگه برگردم توی چیز. به پلیس گفتم هرچی شما آرزو میکنید من میرم میشینم دور. نه رفتم نشستم دور، ولی خیلی آشفته بودم، دلشوره داشتم که اگر این فیلم دست من نرسه ما هیچی رو نمیتونیم ثابت کنیم. زنگ زدم به یک از دوستانم تو جمعیت، گفتم که لطف کن شماره منو بده به اون آقایی که کاپشن توسی تنشونه و از من فیلم برداری کردن و ازشون رنگ توسی نه توسی رنگ تنه ایشون بود بگم مانم. نه بعد من توی فیلم ها بعدن خیلی چیزها رو دیدم، حتی اون آقایی که بازو بند قرمز بسته بود و اینا. بعد از تموم شدن برنامه من رفتم جلوی آقای شهبانی، هومن شهبانی و شهبندی نه بعد متشکرم آقای کمالپور و یه جورایی با سیاست سعی کردم این فیلم رو من بگیرم. هنوز توی موبایلش بود، شیر نکرده بود روی صفحش. نه خلصه به قول حالا آم اگه بخوام بگم، خیلی صفا دارید شما و خیلی خوب عمل کردید و اینا. من ویدیو رو از ایشون گرفتم، توی راه بودم به ایشون پیام دادم. من ویدیو رو اتفاقا برای یک از دوستان خودی فرستادم، ولی چون هنوز توی ایشون هم توی وین بودن توی تظاهرات و توی استرس بودن زیاد نتونستن با من صحبت کنن، به خاطر من هنوز مطمئن نبودم که ویدیو دانلود نشده. از خود این آقای خبرنگار رفتم توی چتش که ویدیو ازش بگیرم. شروع کرد، حالا من توی شات ها هستش، ایشون فکر کردن که خب میتونن یه جورایی به هر حال، یعنی توی زبون ما خانم ها نمیترخه، توی شات ها هستش که یه ماچه گنده ایشون میخواستن بنده بکنند و یعنی به شما پیشنهاد دوستی و اینا داد؟ نه غیر پیشنهاد دوستی همیشه نباید مستقیم باشه. ما خانم ها از ما خانم ها بپرسید آی کمالپور، توی شات ها کاملا مشخص هست. اتفاقا همون شات اول هم شما توجه بفرمایید اومد نوش عاشقتم عاشقتم دوست دارم نمیدن این حرف ها. منم توی قطار بودم، گفتم بگو تا ویدیو رو ازت بگیرم. نه کار به اونجای کشید که به حال ویدیو رو ما گرفتیم و یه دفعه آخر شب دیدم که یه پست گذاشتند که از خانم اختر قاسمی بسیار سپاس داشتن از این برنامه زیبایی که ایشون ترتیب دادن و زیر مطرم نوشته بودن که برنامه بسیار زیبا بدون تشنج ما امروز موفق شدیم انجام بدیم. برای شون اتفاق کامنت گذاشتم که از کامنت هم شاد گرفتم در اختیار شما آقایین هستش و وارد چتش شدم که ادامهش توی شادها هستش که ایشون من برشون یه جا نوشتم که شنیده بودم که خبرنگارها در یک زمان واحد تو چند تا مجلس میرست، تو دو تا مجلس میرفتن، تو دو تا عروسی میرفتن. گفتم من در زمان واحد تو چند تا عروسی میرفتم، رو میزم میرفتم. نه یه مقدار اومد برای من کمپلیمنت کنه که خیلی قهرمانی فلان و این حرفا که من برگشتم برش نوشتم گفتم قهرمان اون پدری هستش که نون سر سفره بچه زن بچهش نمیتونه ببره، به قیمت تناب دور گردنش داره میگه رضا شاه روحت شاد و شما اینجا توی یک کشور دموکراسی، اگه بخوایم بگیم که هیچ جای دنیا دموکراسی وجود نداره، میخواید ما رو خفه کنید. نه و بس ادامه پیدا کرد، نوشتش که اختر اذیت نکن، اختر از خودمونه که من یه چند تا 20 سرش گذاشتم توی 20 چیز کردم پاسخشو دادم و ادامهش که یعنی چی اختر از خودمونه؟ یعنی چی اختر از خودمونه؟ یعنی اختر از این دار دسته آقای همایون هستش.
آه یعنی اون فکر میکرد شما هم تو دار دسته همایونی شارلاتان تو. ایشون نمیدونستش که من یکی از مخالفان همایون هستم، نه جدید سال هاست نه، و اتفاقا من برایش رو نوشتم، گفتم اتفاقا من روی بعدی آقای همایون من بلک هستم نه، بعد گفت من ویدیو رو گفتم من ویدیو رو که برام فرستادید من دادم بچه ها که برام دانلود کنند نه، بعدش گفت اصلا لازم نیست، من دادم به همایون، نوشت من دادم به همایون، همایون امشب پست میکنه، امشب میذاره تو برنامهش تو تلویزیونش. من که میدونستم که همایون این کارو عمرن نمیکنه، خندیدم تو دلم به خودش، گفتم داره نوشگی اربابش رو میکنه ولی حتی اربابش رو نمیشناسه که محاله آقای شهرام همایون. بله اگه من رفته بودم مثلا گفته بودم ما هستیم، آقای شهرام همایون پیلون کرد بالای صفحهش، زنگ میزد شخصا تشکر میکرد از بنده، ولی خب تا اینجا کشید و شاتو در اختیار شما هست و امروز هم من اتفاقا رفتم برای که توی این دو روزی که تو صفحه من بودن من ایشون رو ننداختم بیرون، چون منتظر بودم که شما آقایون این برنامه رو امشب باتون داشته باشم، و گفتم دقایقی قبل از برنامه میرم براش مینویسم بفرمایید به آقای شهرام همایون و اربابتون که دیگه تمام ماجرا، که دیدم که بنده رو بلک کردند ایشون نه. در حال تا اینجای قضیه رو من براتون توضیح دادم. خوب سپاسگزارم از شما. من یکی از عزیزان بانو میترا عزیز نوشتن که عجب آشفت بازاری است در این اپوزیسیون خارج از کشور. اتفاقا بانو میترای نازنین، نه تازه رسیدیم به بخش‌های خوب اپوزیسیون، اپوزیسیون داره سرند میشه، داره صاف میشه، مردم دارن میشناسن و اینها موج‌های بسیار خوب و زیبای اپوزیسیون. بعد از 40 سال اپوزیسیون تازه داره صاف میشه. اتفاقا یک بخشی از مردم که کماکان درگیر امواج و گرداب ها هستند با این اپوزیسیون ساختگی 40 ساله غرق خواهند شد و رفتن و ادامهشون هم میرن. باقی که میمونن یک اپوزیسیون، یا در واقع حالا اپوزیسیون به معنای علمیش که نداریم، به معنای آکادمیکش نداریم، ولی حداقل مخالفین جمهوری اسلامی واقعیش میمونن. سعید جان من اگر هنسفری رو در بیارم دوباره صدا خراب میشه، اگر پرسشی داری مطرح کنید، من برای بانو راضی بگم که ایشون جواب بدن. اجازه میدید من یه پرانتز باز کنم؟ بله بفرمید. من یه خاطره کوتاه براتون تعریف میکنم برای شما جناب قاسمی دوستان، و درود میفرستم به بانو میترا سالار. سال 88 دست بر اتفاق، شب اعدام شهلا جاهد، من توی این جمع کمونیست ها بودم، بهشون هم میگفتم، میگفتم من دارم میام توتون واسه پوزولی، شما نمیتونید منو بکشید داخل خودتون، من زیر تنها پرچمی که میستم پرچم شیر و خورشید میهنمه نه، ولی میرفتم باهاشون درگیر میشدم. سال 88 شب اعدام شهلا جاهد که خانم مینا احدی تبلیغاتی برای حزبشون از پرونده شهلا جاهد و چند مورد دیگه حالا استفاده کردن، ما میگیم نه خوشبینانه نگاه میکنیم، توی اون جمع بودن، دو تا خبرنگار از انگلستان هم اومده بودن، یه چند تا از بچه های کمونیست کارگری و اینا بودن، اینا جاتون سبز سبزی پلو ماهی های حرفا ترتیبش رو داده بودن، بعد آهنگ عشق من نیلوفر من گذاشته بودن و قره ریز می اومدن. من که اعصابم خورد شده بود از این وضعیت که دو ساعت دیگه شهر داره اعدام میشه و اینا دارن جوک قومیتی تعریف میکنند و دارن میرفسن، برگشتم به خانم مینا احدی
گفتم خانم مینا علی 2 ساعت دیگه یه انسان داره اعدام میشه، شما چجوری میتونید بخندید؟ دقیقا همین جمله رو برگشتن به من گفتن، گفتن اوف ما انقدر مرگ دیدیم. نه؟ بله. من دیگه فکر نمی کنم که لازم باشه ادامه شهر بدم دوستان. نه پر واضحه، پر واضحه که اصلا داستان چیه. خب سعید جون شما پرسشتون رو مطرح کنید، من انتقاد بدم. من پرسش خاصی ندارم از بانو پونه راضی گرامی، سپاسگزارم که این اطلاعات رو در اختیار دوستان گذاشتم. فقط یه خواهشی دارم چه از بانو راضی و چه از هموطنان دیگه که صدای ما رو میشنوند. دوستان باید و باید بازی رو توی کشورها و شهرهای خودتون از دست این مافیای ایران ستیز در بیارید. سعید جان ببخشید اگه با بانو راضی کار نده ایشون برن که از داخل برنامه صحبت ها رو بشنون، مسئله نداریم چون ما بره صحبت ها رو گوش کنن بعد ادامه بدیم. نه من با ایشون عرض کردم ازشون سپاسگزاری میکنم. بانو راضی لطف کردین، فقط اگر جلسه گذاشید، اگر تجمعی در شهر کل یا هر کدوم شهرهای آلمان بود لطفا بفرستید که دوستان پخش کنن. و 3 تا اصل در هر تجمع باید رعایت بشه: 1 پرچم شیر خورشید، 2 تصاویر پادشاهان پهلوی مخصوصا شاهزاده رضا پهلوی، و 3 فریاد جاویدچه با نمادهای فیروزه‌ای. شما این 3 تا رو، این 4 تا رو در حقیقت با خودتون داشته باشید که هر بذارید صداشون بیاد. جمع کمان اجازه بدید بفرمید. بفرمید بانو راضی. فقط خواستم از تمام دوستان سپاس داشته باشم که پیششون بودم و به عشق شاهزاده، به عشق میهنمون، کامنت ها جاوید شاه، وقتتون بخیر. سپاسگزار. از طرف خودم جناب قاسمی با شما خداحافظی میکنم. بدرود. سپاس از اینکه تو برنامه تشریف آوردید. بدرود. بدرود. سپاس. ببخشید سعید جان ادامه بدید. خب من اینو داشتم میگفتم دوستانی که هر کجا تجمع میذارید این 4 اصل 3 اصل بود ولی شد 4 اصل در حقیقت. 3 اصل همراه و شعار جاویدچه هم که اونم خودش یک اصل میشه، 4 اصل. این 4 اصل رو رعایت کنید، با خودتون داشته باشید و بتونید بازی این مافیا رو به هم بزنید. این اختر قاسمی که گفتم یکی از کسایی که تو تلویزیون شهرام شارلاتان 10 دقیقه در هفته بهش برنامه میده که بیاد اون قیافه کریه و زشت کپیشو، نه از نظر فیس صورتشو نمیگم، نه چپیهایی که ایران ستیزی کردن و ایران رو نابود کردن، مثل همین مینا احدی، مثل مهرانگیز کار، مثل شیرین عبادی، مثل همین انتر قاسمی و امثال اینها، اینا یه چهره کریهی دارن. نه صورتشون رو نمیگم، سیرتشون رو میگم. شما وقتی اینا رو میبینی نفرت، تنفر، ایران ستیزی و شاید به شما بگم از بدتری خصوصیاتی که میتونه یک جاندار درنده داشته باشه شما در چهره این چپی ها، در چهره این 57 ها میبینی. چون به قول بانو راضی که الان گفتن مینا احدی وقتی خبر اعدام اون خانم رو یا اون شخص رو بهشون گفتن، گفت ای بابا ما از این کشتارها زیاد دیدیم. راست میگن، اینها انقدر از مردم ایران کشتار کردن که نتیجه شد خمینی در ما و بعد 40 سال کشتار بعدی. و اتفاقا در طول این 40 سال هم این افراد در خارج از کشور با کارهایی که انجام دادن که الان یه نمونه شما در ایران اینترنشنال خواهید دید، سعی کردن جمهوری انگلشان آخوندی رو نگردن. جواب کنم شما اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه اون عقدس و اختر رو بزنید. در اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 88 اون موقع رسانه های آلمان آیا واکنشی داشتند؟ بله خیلی بسی. بچه اون موقع نگران نبودن؟ اون موقع صحبت سر این بود که مردم میگفتن رأی من کجا. الان مردم عبور کردن، شعارها خیلی تند شده، بر علیه حکومت شده، اینا وحشت دارن. میگم آلمان یکی از کشورهایی که در اروپا خب بیشترین روابط تجاری رو همیشه داشته، روابط فرهنگی داشته، روابط مختلف داشته، روابط سیاسی داشته آلمان. و اینه که
اون یکی از دلایلشه، یکی از ترسشه، روابط اقتصادیش یک طرفه، نداشتن چشماندازی که اینها نمیدونن واقعا آیا این به اصطلاح اعتراض ها دامنه دار خواهد بود، چه آلترناتیوی وجود داره. ببینید در زمان جنبش 88 یک آلترناتیو اصلاح طلب بود که در واقع میگفتن رأی من کو. الان چنین چیزی وجود نداره. سیاست خب ببینید دوستان، این خانم انتر واسمی یا اختر واسمی چیلی که فدایی خلق، همرزم و همکار اقدس پشکوی، ما هر چی میکشیم از دست این جانوران میکشیم، هر چی ملت اینا بدبختی کشیدن اول از دست اینا میکشن، بعد از دست خامنه ای میکشن. چی داره میگه؟ توی تلویزیون ایران اینترنشنال رفته برای اینکه اون مجری ایران اینترنشنال داره سوال میپرسه، میگه چرا رسانه های آلمان، میتونید کامل اینو ببینید، چرا رسانه های آلمان صدای اعتراض و قیام مردم ایران در آبان ما رو سانسور کردن؟ یعنی همون سوالی که بانو پونه رازی در اون تجمع که این خانم، همین خانم که داره حالا مثلا انتقاد میکنه به اون رسانه ها، این خانم میکروفون به دستش بود و اون خانم سانسور کرد ایشون رو، هر مدر این شعر رو بدید، میگه چرا این اتفاق نمیفته، چرا اینا رو چیز نمیکنن، به قول معروف منتشر نمیکنن، در موردش صحبت نمیکنن توی رسانه ها. میگه اولا شعارها خیلی تند شده، بر علیه حکومت شده. خانم اختر قاسمی، شما وقتی میگی من مخالف جمهوری اسلامی هستم، رأی من کوی سال 88 برات مناسب تر بود یا آبان ماه و دیمای گذشته که ملت شعار تند بر علیه حکومت دادن؟ کدوم به نفع شمایی که مثلا میگی من مخالفمه؟ حالا اگر شما قبول دارید که در آبان ماه شعارها خیلی تند شده و بر علیه حکومت شده، یعنی از جناح اصلاح طلب سوسولگرا اومده بیرون، خب شخص خود شما به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک فعال سیاسی که من به شما میگم بقال سیاسی، چرا اجازه نمیدی این شعار تندی که داخل ایران مردم سر دادن، نه دیگران در خارج از کشور، مردم این شعارا رو سر دادن، چرا شما این شعارا رو سانسور میکنید؟ شما میری در ایران اینترنشنال انتقاد به رسانه‌های آلمان میکنی، خودت در عمل توی اون تجمع میای همون کارو میکنی و بدتر از اون کار. ضمن اینکه میگی آلترناتیو وجود نداره، کشوری مثل کشور آلمان و دیگران دست و دلشون میلرزه. میشه به من بگی در کجای دنیا اگه قرار بوده اتفاقی بیفته قبلش آلترناتیو با تشکیلات و سازمان و دم دستگاه وجود داشته؟ مگه سال 57 خانم انتر قاسمی، بدبختی فامیلیش هم قاسمیه، خانم اختر قاسمی مگه در سال 57 که شما خمینی رو از فرانسه برداشتید آوردید توی ایران، مگه آلترناتیو وجود داشت؟ از اون نگاهی که شما میگید، آخه شما آلترناتیو هم دو بخشش کردید، میگید آلترناتیو یک رهبری باید داشته باشه و یک سازمان و یک جریان. مگه سال 57 خمینی سازمان و جریان و تشکیلات به هم تنیده داشت؟ مگه از شما جانوران استفاده نکرد تا اومد نشست به قدرت؟ یا در کجای دنیا یه همچین اتفاقی افتاده که یک سیستم، یک ساختاری، وقتی یک حکومتی سر کاره، حالا چه به حق چه به ناحق، یک ساختار حکومتی دیگه در به موازاتش در یک جای دیگه یا در همون کشور درست شده باشه که این بره این بیاد؟ آلترناتیو صحبت مردم روی جاوید شاه و رضا شاه رو ارشاد اتفاقا همین جاست که اونها آلترناتیو هویت ایرانی رو گذاشتن مقابل جمهوری انگلستان آخوندی. حالا اگر موسوی و کروبی سال 88 چند سباهی اومدن دنبال مردم و بعد رفتن مردم رو به ناکجا آباد بردن، اون اسمش میشه آلترناتیو؟ خیلی جالبه، اون میشه آلترناتیو. اما تو 250 بالای 250 شهر ایران که ملت فریاد میزنن جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه و پادشاه ما هم هستن، زندن، در قید حیات و دارن فعالیت میکنن، این نمیشه آلترناتیو. خیلی جالبه، اینو خواستم فقط بهشون بگم اینا چگونه نقش بازی میکنن، چه در میدان
چه در مدیا وظیفه‌شون چیه. اون یکی هومن شورتبندی هم که دوستان دیشب مستندش رو پخش کردیم، حالا جناب کمالپوری توضیحات دیگه میده در موردش که این شخص کیه، هومن شهروندی، تا بریم سراغ ادامه برنامه. اصل جریان شهرام شارلاتان و فتح لس آنجلس، دوستان برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید. جناب کمالپور ببرد. خب خدمت شما کنم که دوستان تکلیف هم افرادی مانند همین اختر قاسمی ها مشخصه. وقتی شما اختر قاسمی رو میبینی میذاری کنار عباس چارچش، میذاری کنار علی جوادی، میذاری کنار حشمت رئیسی، میذاری کنار شکوه میرزادگی، اسماعیل نوری علا، حسن شریعت مداری، میتونید درک بکنید از توی صحبت‌هایی که اینها مدام دارن تکرار میکنن، بلغور میکنن در واقع. همه رو بریزید توی کاسه، خروجیش ببینید چی در میاد، ببینید در سال 57 اینها چی رقم زدن. در دنیای مدرن امروز، در قرن 21، در هزاره سوم، در عصر مدرنیته که ثانیه به ثانیه علم، تکنولوژی، همه اتفاقات رو به پیشرفت است، رو به تکامل هست و با عقربه ثانیه شمار داره به جلو پیش میره و به پشت سرش هم نگاه نمی کنه، این دست از افراد سر جای خودشون هم حتی نایستادن، رفتن عقبتر، رفتن عقبتر. 10 سال قبل از شورش کثیف 57 اینا اکثرا شروع به مبارزه با حکومت شاهنشاهی کردن به عنوان روشنفکران جامعه ایرانی. حالا غالبا اینا یا نویسنده بودن یا نمیدونم با بورسیه حکومت پادشاهی ایران، با پاس حکومت پادشاهی ایران اومده بودن خارج از کشور، توی فرنگ، توی آمریکا درس خونده بودن، برگشته بودن و نقش روشنفکر رو بازی میکردن. تو اون زمان نتیجه و عمل کردی که اینها به بار نشوندن و خواستن مردم رو سرکیسته بکنن شد روح الله خمینی. یعنی گند زدن، خراب کردن، اون چیزی که شعار دادن رو نتونستن انجام بدن. وقتی حکومت پادشاهی رو باش می جنگن، بعد میشه جمهوری اسلامی و این اتفاق میفته، باز درس عبرت نمی گیرن، میان میرن سراغ یک سری گزینه های من درآوردی یا گزینه هایی که مافیا براشون چیدمان کردن، طراحی کردن، برنامه ریزی های بلند مدت داره و به جرأت میتونم بگم شاید رو بعضی از پروژه ها بیلیاردها دلار سرمایه گذاری شده، میرن رو اونها کار میکنن که هم ایرانو بدتر بکنن، هم مردم ایرانو بیشتر به خاک سیاه بنشونن. در نتیجه وقتی اینها رو میبینی دیگه نمیتونی بگی که خب اینا همزمان با جامعه، همزمان با دنیای مدرنیته رشد کردن، پیشرفت کردن، گام برداشتن به جلو. گام که بر نداشتن هیچی، نگاه هم به جلو نکردن، پشت سرشون رو نگاه هم نکردن، دنده عقب رفتن. یعنی میخوان یه چیزی رو بیارن بدتر از خمینی دوباره. این اتفاقات یکی دوتا نیستش. حالا به خاطر اینکه برنامه به درازا نکشه، ما الان 1 ساعت و 32 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. یه ویدیو هستش در رابطه با همین هومن شهروندی، کاملش رو براتون میذارم ببینید. از جایی که داره خودشو جیر میده این مردک که دیشب تو برنامه دیدید ایشون مأمور وزارت اطلاعات. چرا؟ به دلیل اینکه شاخه برونمرزی صدا سیما صرفا مأمورین وزارت اطلاعات هستن. شاخه برونمرزی صدا سیما رژیم جمهوری اسلامی صرفا مأمورین وزارت اطلاعات هستن. اونم کسانی هستند که از هزاران فیلتر رد بشوند، کسانی که برنامه‌های ضبط شده ندارن، برنامه‌های لایو دارن، 1000 ضبط در N به توان N باید فیلترها رو رد بکنن. حالا ببینید هومن شهروندی کی بوده که نه تنها برنامه لایو داشته بلکه همکارشون شده. چه زمانی؟
16 سال بعد از اینکه اومده در بلژیک اقامت سیاسی گرفته. در فرصت‌های آینده در روزهای آتی قسمت‌های دیگه این ویدیوها رو هم منتشر خواهیم کرد. همزمان دوستان دارن زحمت می‌کشن ویدیو آوارضا دزده با دختر ناشایست، منگل ناشایست، مترسگ فیلیپینی رو دارن ادیت می‌کنن، تدوین می‌کنن، اونم آماده بشه. همزمان اینها رو منتشر میکنیم. ببینید واقعا جمهوری اسلامی برای اینکه بمونه سر جای خودش داره چیکار میکنه. بعد یک سری افرادی که متاسفانه میهن پرستن اما فاقد خردن و ناخودآگاه بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن اتوماتیکوار دارن آب میرزن توی آسیاب دشمن و سیستماتیک این چرخه آسیاب جمهوری اسلامی رو دارن زنده نگه دارن. این ویدیو هومن شهبندی رو با هم ببینیم، به چند تا مورد دقت بکنید. یک، داره میگه ما برای مردم ایران باید فریاد بزنیم، صدای آزادیشون رو به گوش جهان برسونیم. همزمان داره در رابطه با جنبش ملی ما پستیم شهرام شارلاتان تبلیغ میکنه، بعد میگه اینجا بیشترین پرچم برای جنبش ملی ما پستیم، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان دوربین که برمیگرده یه مردک قازقلنگ مارمولک چیز از این اسکلمنگا یه دونه تیشرت ماپستین تنش کرده، میگه اینجا بیشترین پرچم برای ماپستینه، پرچم سرنگ شیر خورشید. آخه مردک ابله مزدور، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان سابقه تاریخی داره، اونم میخوای مصادره کنی به نفع اربابت؟ اگر شما اونجا پرچم سرنگ شیر خورشید نشان دیدی که میل پرچم داشت، با دوستان صحبت میکردی، میل پرچم رو مصادره میکردی به نفع اربابت. اما پرچم رو نمیتونی، پرچم رو نمیتونی. بریم این ویدیو رو ببینیم. بچه دادی میزنه سعید در رابطه با مردم اینترنت ندارن، یعنی مشکل شده الان اینترنت مردم به جای اینکه فریاد مردم رو داد بزنه. اینترنت رو چیکار کرده هومن شهبندی؟ چیکار کردی اینترنت رو؟ بعد یه آمارم آقای شهبندی لطفا توی پروفایلتون بنویسید تاریخ دقیق حمام رفتنتون بعد از روزه حمام کی بوده، اینو من کار دارم. بعد آقای هومن شهبندی ویدیوهایی که شما در تلویزیون برونمرزی جمهوری اسلامی داشتی، تمام صحبتهایی که کردی در شبکه جامع جمع دو IRIB2 بدون شک همون کاری که با بقیه مزدورا کردیم، اقدس چارچشم و دیگران، با تو هم انجام خواهیم داد. برو تو اداره مهاجرت بلژیک ثابت کن که تو بلژیک امنیت نداره اما تو جمهوری اسلامی تو ایران امنیت داره، آسایش داره، رفاه داره، همه چیز موجوده برات. مراد من یه اصلاح کنم، اون تلویزیون جامع جمع استدیوش داخل ایرانه ها. این یعنی بله من عرضم شاخه برون مرزش، شاخه برون مرزی، نه اینکه استدیو بیرون باشه، یعنی برای بیرون از کشور داره پخش میشه. دوستان بدونن اینو توضیح آره. بدید مثلا جمهوری اسلامی صدا و سیما شاخه برون مرزی زیاد داره، یکی شهرام شارلاتانه، یکی مثلا علیرضا قوری‌زاده است، دقیقاً اونها شاخه برون مرزی هن. اما استدیویی که این شخص داخلش میشینه دوستان در داخل ایرانه. کی؟ سال 88 که ملت رو داشتن میکشتن توی خیابون‌ها اربابای اینها، این آقا توی این تلویزیون میشست و برای خامنه ای دم تکون میداد، دستمال یزدی بند میکرد، همون دستمال یزدی که امروز داره برای شهرام شارلاتان پند. و جالب اینجاست که خودش هم آقای قاسمی عزیز سعید جان توی برنامه‌ای که داره باش مصاحبه میکنه خودش هم اعلام میکنه که تو ایرانه، تو استدیو تو ایرانه. آره. شاید متوجه نشن، شاید ندیدن. آره. خب دوستان بریم هومن شهبندی رو ببینیم. شهبندی هرچی شما میگی، بریم ویدیوشو ببینیم. برگرد تو لقب سازی برای این اراذل و اوباش خودت هرچی میخوای دوست داری بگی بگی. البته الان دیدم جناب جوان نوشته بود واجب شد دارم اسمم عوض کنم.
یه مطلبی گفتی جناب جهان، یه مطلبی اصلا یادم افتاد در رابطه با چیز، بگو اسمش یادم میره، اسم یادم نمونه. اما این دوستان ویدیویی که ما از هومن شهربندی پخش کردیم سعید جان در رابطه با همین شبکه IRIB2، این ویدیو رو امید نادان باور خاله اونم مسیح گذاشته بوده رو صفحش. هومن شهربندی زنگ میزنه بهش گریه و زاری که تو رو خدا جون مادرت، هرچی بخوای من بهت میدم، فقط این ویدیو رو از رو صفحت وردار، جون مادرت. این قضیه رو برای کی تعریف میکنه؟ برای آقا رضا دزده. آقا رضا برای کلاغ، آره برای کلاغ تعریف میکنه. کلاغ تازه میره اینو برای یکی دیگه از دوستان عزیز که عضو سازمان باورمندان به سامانه پادشاهی و رسانه رستاخیز سیمرغ تعریف میکنه و این عزیزم گفت که مهران داستان اینه، این ویدیویی که شما پخش کردین توسط نادانم پخش شده بوده، بعد هومن شهربندی زنگ زده با گریه و زاری و التماس که بگو من کجا بیام، چی میخوای بهت بدم، فقط این ویدیوها رو پاک کن از روی صفحه، که در نهایت مثل حالا نمیدونم امید نادان پاک کردی یا نه، اینو متوجه نشدم، ولی اینم میدونه که این ویدیو چه اتفاقی رو براش نه تنها در بلژیک بلکه در اروپا براش رقم خواهد زد. حالا برو بشین انقدر مجیز شهرام شارلاتان رو بگو، انقدر برو داد بزن بگو ما پستیم، ما پستیم که تمام کارخانجات نخ بخیه سازی در هلند نتونه جواب چاک چاک بدن تو بده، برو هر چقدر دوست داری چاک بخور. بریم دوستان ببینیم این ویدیو جیگا داد کردن به اون زمانی که میگه اینجا بیشترین پرچم برای جنبش ما پستیم، دقت کنید. رضا پهلوی، ولی اجازه بدید ما اینجا اومدیم فقط برای ایران، فقط اومدیم فریاد بزنیم که مردم ایران الان احتیاج به ما دارن، صدای آزادی ما رو میخواد، اینترنت ندارن، بس کنیم، رنگ ما اینجا بیشتری رنگ داره، جنبش ملی ما هستیم اینجا، پرچم شیر و خورشید نشان اینجا، ولی اون ملت احتیاج به ما دارن، احتیاج به فریاد ما دارن، زندانی سیاسی آزاد به داد اون مملکت برسید، نیازی نیست کسی بگه روحت شاد رضا شاد، روح رضا شاد شاده، رضا پهلوی سر جاشه، اون مردم ایران که احتیاج به ما دارن، ما اینجایی برای اونا، ما اینجایی برای اونا، نکنید دشمن شاد نشید، نکنید دشمن، اون ملت مظلوم احتیاج به ما داره، اون ملت مظلوم احتیاج به فریاد های ما داره، رضا شاه سری جاشه. یه بود فرسته روی 77 یه تماس هفته، آره آره آره. شماره 77 نشستی شما کاریکاتور، و اونو نفرسته اونو حتما انشالله کاریکاتور فرسته بعدی میاد، باشه حتما این کار انجام میدیم اگر موافق باشی با هم دیگه بریم یه بخش دیگه از برنامه رو نگاه بکنیم. آها الان راجع به کلیپ و قاسم افشار صحبت شد، کلیپ ناصر عبداللهی رو نگاه میکنیم با هم دیگه که یه بار دیگه هم براتون پخش کردیم، از اون کارهای خیلی خوب ناصر عبداللهی هست، از بچه های خوزستان، هم صدای خوبی داره هم خودش فوق العاده با سواده و فوق العاده با معرفته. نگاه کنید شعرش هم از محمد علی بهمنیه، با هم دیگه نگاه میکنیم. ما داشتیم در مورد شعر صحبت میکردیم و اینکه چه جور شعرهایی میگی؟ شعر نو میگی؟ شعر کلاسیک هم میگی؟ شعر نو، شعر کلاسیک و یه شعری هست، یه داستانی هستش که مثلا به فرض من یکی از دوستانم در استرالیا بود و یک سری نابسامانی هایی در زندگیش به وجود اومده بود، درگیری پیدا کرد و مشکل پیدا کرده بود و خیال میکرد که مثلا تو استرالیا میتونه بره زندگیشو بسازه
و تماس با من گرفت موقع من بروکسل بودم، موقعی که با هم در تماس بودیم، و ایشون پشت تلفن خیلی بیقراری میکرد، گریه میکرد و توضیح میدادش که چه داستانهایی شده اینجا، دروغه، اینجا اون اصالت ها نیست، اون چیزی که در ایران وجود داره در خارج از خاک ایران وجود نداره. رو این با چه چیزی واقعا توی ایران وجود داره که اون طرف وجود نداره؟ هرچن ایرانی ها اونجا کار کنن، تحصیل کنن، کنار هم دیگه باشن، به نظر یعنی... من به نظر من تجربه 15-16 ساله دارم، قربت نشینی رو بخوام بگم، صفا، صمیمیت، محبت، برادری، امنیت، آسایش، اینا چیزایی که ما بهش احتیاج داریم، چون احساسی وجود داره. آقای صفدری میگن مثلا به فرض در ایران امنیت نیست، من اصلا مخالف این چیز هستم. شما ببینید کسانی که مثلا همین آقای فدایی که الان تماس گرفتن، یا کسانی که الان تصویر ما رو در اروپا میگیرن، شما مثلا به فرض برید توی بانک، چیزی که تمام مردم اینجا و اونجا با بانک سر کار داره، یعنی این نوباییه، نونو باید بگیرن، تو بانک هم اینا رفت آمد میکنن. بانک های اینجا شما میری نگی چرا تماس گرفتن. خب دوستان شنیدید، هم ویدیو اول در کل رو دیدید، هم بخشی از این گفتگوش رو دوباره گذاشتم، عمدن گذاشتم، ولی خب باز عمدن هم ناقص گذاشتم چون کار داریم باش. من سعی جان قبل از اینکه شما صحبت بکنید فقط یه مطلب به هومن شهبندی هم بگم که آقای شهبندی، آقای شورتبندی عزیز من، بله این ویدیوهاتو دیدی؟ سری کاملشو داریم، چند تا چیز دیگه هم داریم، ولی انقدر شرف داریم برعکس تو ارباب تو رفقات که هی ادعا میکنن عکس اتاق عقدت که داری عقد میکنی و توی اتاق عقد نشستی رو هم داریم، نه یه دونشو نشون به اون نشون عکسی داریم که همسر گرامیت که الان جدا شده ازت، خیلی وقت البته جدا شده، نشسته بغل دستت، دستش تو دستته، دست راستت داری موهاتو مرتب میکنی، حالا یا چیزی رو روش رد میکنی یا نمیدونم، داریم اطلاعاتی ازت داریم که تو ایران چه غلط هایی کردی. حالا برو ببین عکس اتاق عقد زمان عقد دست کیا بوده، برو این دست کیا بوده، چه کسی میتونه برای ما ارسال کرده باشه. خب عکس از جاهایی ازت داریم که با این ویدیو وقتی رسید دست اداره مهاجرت بلژیک، بعد برو جواب بده، بعد اون موقع برو جواب بده. سعید جان شما بگو که من یه مقدار من یه مطلبی بگم بعد بریم سراغ شهرام شارلاتان. دوستان لطفا برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید، تو مسنجر برای دوستانتون بفرستید، چه الان توی رستاخیز دارید این برنامه رو لایو میبینید، چه بعدا توی یوتیوب و تلگرام میبینید، لطفا حتما اون صفحه‌ای که این برنامه رو پخش کرده اون صفحه رو فالو کنید. این بالا سرتون توی فیسبوک الان برید گزینه فالو رو بزنید و این صفحات رو تبلیغ کنید، اینو صفحات رستاخیز سیمرغ رو دوستان تبلیغ کنید، حمایت کنید، اینستاگرام رستاخیز سیمرغ، تلگرام رستاخیز سیمرغ، فیسبوک و کانال یوتیوب رستاخیز سیمرغ، همش هم با همین لوگویی که الان شما روی این صفحه بالا و روی همین تصویر دارید اینو میبینید. لطفاً این کانال رو تقویت کنید، کمک کنید روی انعکاس بیشتر این خبرها و این صداها، چون خیلی مهمه، انقدر مهمه که داخل ایران یک صدا میگن جاوید شاه، خارج از کشورم یک صدا دارن میگن جاوید شاه، و این نیست مگر همین فضای مجازی و افرادی مانند ماها که داریم روی این اصول برای اون سه اصل طلایی که بارها بارا در موردش صحبت کردیم کار کردیم، فعالیت کردیم، تلاش کردیم و این داد و ستد بین خارج و داخل داره انجام میشه. هیچ تلویزیونی شما این صحبت رو نمیشنوید، اون تلویزیونی هم که تلویزیون ایران آریایی، چه اون یارو میشینه قارقار میکنه همسر اینا، اینها اتفاقا در تضعیف اون کاریه که باید انجام بدن. شما وقتی میگی جاوید شاه بدید به مردم بگید، باید دلیلش هم بگید، چه دلیل بگید. وقتی میاد صحبت از هویت ایرانی میکنید، تمدن ایرانی میکنید، باید دلیلش هم بدید، فقط با قارقار کردن کار به جایی نمیبره. بنابراین این چیزی که شما الان دارید میبینید و این بیداری که در داخل ایران
گسترده شده این نیست مگر با همین فضای مجازی و همین کانال هایی مثل کانال های رستاخیز سیمرغ که تا امروز هم هر برنامه گذاشته دیدید که بدون سند صحبت نکرد. اما بریم سراغ جریان هومن شب شد. ببخشید سعید جان جمهوریت اینو من سعید جان جمهوریت انگل نشان آخوندی زمانی که وارد ایرانش کردن سعید صدامو نداری؟ جان میگم بدون سند صحبت نکرده هیچ هر چیزی هم نه فیلید خب درسته بدون سند صحبت نکردین دوستان هیچ بلکه هر چیزی رو هم که گفتیم اتفاق افتاده و شما دیدید در رابطه با هر شخصی ما اومدیم اطلاع رسانی کردیم دیدید که درست گفتیم پدرکشتگی با کسی نداشتیم اسنادی رو که نشون دادیم بهتون ثابت شده سندها ساختگی نبوده بر اساس ویدیوها صحبتهای خودشون اومدیم پازل رو براتون کامل کردیم پس ما پدرکشتگی رو کسی نداریم ببخشید سعید جان گفتم کاملش کنیم که یه دفعه ای نه من بخواستم برم جای دیگر رو بگم که شما اینو اضافه کردی بسیار عالی شد جمهوری انگل نشان رو از اون روزنه‌هایی که وارد کردن زمانی که جمهوری انگل نشان اومد تمام اون روزنه ها رو بستن و اون یا آدم های مال خودشون رو اونجا کاشتن که بتونن به موقع عمل کنن اما یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین کارهایی که جمهوری انگل نشان آخوندی در بخش رسانه انجام میده تمام مجریان خبرگزاری ها و سایت های خبری مخصوصا رادیو تلویزیون و شبکه های رسانه تصویری جمهوری انگل نشان آخوندی باید کسی که میره در این برنامه و مجری یک برنامه میشه یا میخواد همکاری کنه با این رسانه های جمهوری انگل نشان آخوندی از زیر فیلتر حفاظت اطلاعات سپاه عبور کنه یعنی کسی که میره در داخل ایران بعد از 16 سال که در بلژیک زندگی میکنه میاد میره داخل ایران و این تیپ بسیجی و قیافه بسیجیشو میذاره و به عنوان همکار و یکی از کارمندهای صدا و سیمای جمهوری انگل نشان آخوندی در سال 78 که دارن کشتار میکنن میره و به عنوان همکار طرف ازش نام میبره و قبول همکاری میکنه یعنی باید از زیر فیلترهای امنیتی جمهوری اسلامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی عبور کرده باشه حالا شما بیاید نگاه کنید همه مجری ها کسایی که از ایران خارج شدن از جمهوری انگل نشان آخوندی یا خبرنگارها هر کدوم به یه نحوی در زمان خودش تلاش کردن برای جمهوری انگل نشان آخوندی خدمت کنن از حسینی دلغک بگیرید بزرگترین شومنشون بود دیگه از حسینی دلغک بگیرید تا روح الله زم تا امین فردین تا این خبرنگاره که توی سوئد بود و بسیاری از خبرنگارهای جمهوری انگل نشان آخوندی که اومدن میگن ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم اما مثل امین فردین دقیقا توی اوج قیام آبان ما میاد و مردم ایران توهین میکنه به کسایی که کشته شدن توسط جمهوری انگل نشان آخوندی توهین میکنه و دفاع میکنه از جمهوری انگل نشان آخوندی یعنی میخوام به شما بگم مسئولیتی که این نوع افراد در بخش رسانه جمهوری اسلامی استخدام میشن مسئولیتشون حفظ جمهوری اسلامیه حالا یه شخصی مثل هومن شورتبندی میاد در کلن آلمان و اجازه نمیده این شعار داده بشه مانع میشه و در تلویزیون شهرام شارلاتان هم میره میگه اونایی که اومده بودن این خانم اومده بود اونجا جو رو به هم بزنه رو فلان کنه اینجوری کنه من اومدم گفتم آقا رضا شاه مرده تموم شده ولش کنید شاه هم مرده تموم شده ولش کنید بیاید بگید ما هستیم نمره هم این 20 نمره 20 کارنامه میخوام بهتون بگم دوستان ما تا اینها رو شناسایی نکنیم تک تکشون رو معرفی نکنیم اینجا هم به بقیه جکوجنوراشون هم بگم پرونده همتون دست ما. الان جناب کمالپور اشاره کرد به این ویدیویی که امید نادان هم گذاشته بوده قبلا. حالا من نمیدونم یا آره یا نه. ولی همه پرونده هاتون زیر دست ماست. ما نسل جوان. ما نسلی که چوب خریت شما رو خوردیم. بنابراین تکون بخواید بخورید. بر علیه منافع مردم تکون بخواید بخورید. خواسته مردم رو بخواید سانسور کنید یا هر کاری بخواید برای حفظ جمهوری انگل نشان آخوندی انجام بدید مطمئن باشید تا لباس زیرتون هم بیارید برای مردم نشون میدیم چون یک بار باید پرونده رو با شما بست 40 سال چریدی تو خوردی تو دویدی تو خندیدید به ریشه این مردم اما دیگه کافیه دیگه این اجازه رو بهتون نمیدیم بلایی که سر شهرام شارلاتان آوردیم
در لس آنجلس رو الان میریم با هم میبینیم. حق گندتون شهرام شالاتان بود دیگه، گندلاتتون شهرام شالاتان بود. کدوم شهرام شالاتان؟ شهرام شالاتانی که دست راست صادق قدزاده بود، صادق قدزاده‌ای که مأمور مخصوص خمینی بود برای بازگرداندن شاهنشاه به ایران و کردنش توی قفس. گندتون رو خوابوندیم. شما اناگوا و این دوزاری های نمیدونم روزنامه نگار بلگرد و آواره و دربدر و این مزخرفات اون هم که کلاب قاچاقچی و همسال اینا که دیگه عددی نیستید. کار به جایی رسید دوستان در لس آنجلس که به تسخیر ایران پرستان در اومد. فرمانده سخنگوی ستاد مشترک سپاه یا فرمانده سپاه رسما اومد اعلام کرد، گفت ما در مقابل فریاد پهلوی پهلوی شکست خوردیم. وقتی جمهوری انگل نشان آخوند خودش میاد اعتراف میکنه که شکست خورد، شهرام شالاتان تو دیگه کجای داستانی؟ هومن شورت بندی عقد دست پشکوی داریم ویدیواتون. آخه شما چی میگید برای خودتون؟ بفرما جام کبار. ببینید دوستان، در رابطه با شهرام شالاتان وقتی صحبت میکنیم باز تاکید میکنم بعضی حرفا رو ما باید انقدر بگیم که دوستان همیشه تو خاطرشون باشه و حکش تو ذهنشون. ما در رابطه با چندین جریان به صورت همزمان و موازی که در حال اجرا بر علیه منافع ملی ایران، برای ایجاد انحراف، برای ایجاد نفاق در دل مردم چه در داخل چه در خارج داره شکل میگیره و روز به روز با طرح و پروژه های مختلف و رنگی و گوناگون دارن انجام میدن داریم صحبت میکنیم. بارها گفتیم شهرام شارلاتان کلن از نظر شارلاتانی تو کل دنیا یه نفره، یعنی اگر دومیش هم باشه قطعا خودش چیز میکنه، دوباره تولید مثل میکنه خودش، یعنی بچهش هم نیست، خودش پوست اندازی میکنه یکی دیگه در میاد ازش. شهرام شالاتان یه موجودیه که آقای قاسمی فکر میکنم تقریبا 5-6 ماه پیش 2-3 بار این جمله رو گفت که اگر، یا 2-3 ماه پیش هم گفت که اگر شهرام شالاتان میخواست که با مردم ایران باشه، با مردم ایران باشه نه بر مردم ایران و در مقابلشون، با زبونی که داره، با توانایی چرخوندن همه چیزی که داره، واقعا توانمند از این نظر که این همه مافیاهای مختلف رو سرمایه گذاری کردن، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، مافیاهای مختلف رو سرمایه گذاری کردن، واقعا میتونست این کارو بکنه. ظرف یک ماه باعث این بشه که مردم بلندشن و واقعا بجنگن، قیام کنن و جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اما از اونجا که منافعش به خطر میفته نمیکنه و عکسش عمل میکنه. اما این توانایی مدیریتی که داره به صورت کاریزماتیک بهتون بگم که واقعا بی سواده، یعنی فاقد سطحی ترین سواد مدیریتی به صورت آکادمیکه، اما به صورت کاریزماتیک توان مدیریتی داره. اینا دو تا مقوله کاملا مجزا و منفک شده از هم هست. یه مسئله رو بگم خیلی کوتاه و خلاصه رچم که میخوام بگم که چقدر این شخص احمقه. اولا که از ساختار سازمانی هیچی سر در نمیاره، فقط میگه بیاید یه گروه را بندازیم، با واژه های مدیریتی آشنایی نداره و حالا شاید بره چهار تا کتاب، چهار تا خط بخونه، بعد بیاد بگه که آقا بیاید یک ساختاری رو تشکیل بدیم، یه چارتی رو بنویسیم، یک نمیدونم سیستم هرمی بکشیم، نمیدونم عمودی بکشیم، افقی بکشیم. اینا هم توضیح نمیدم که اون دوباره نه حالا حرف ما رو دوباره مثل طبق معمول برگردونه به خودمون. اما وقتی تو برنامه آخرش با کنگلو و اسماعیل نوریالا داری صحبت میکرد در رابطه با هم پروژه‌ای که میخوان دوباره جمع شن، یه نفاق جدیدی، یه اصلا امید جدید رو تو دل مردم بندازن، دقت کنید اولین گزینه برای تشکیل یک مسئله برای یک آدم مدعی چیه؟ پوله. ایجادی زنگ میزنه میاد رو خط میگه پول میخواییم. یکی دیگه بود اومد روی خط که یادم نیست اسمش چی بود، میگه اولین مسئله پوله، بعد تخصص داشتن برنامه است و تاکتیکه.
آدم بی سواد اینجا میگن. اگر سواد داشت به جای تاکتیک میگفت استراتژی، تو استراتژی هم برنامه داره، برای برنامه هم هدف گذاری شده، هم نقطه آغاز داره، چشمنداز داره، ساختار سازمانی رو تعریف میکنه، چه نوع سازمانی اصلا هست، بر اساس نوع سازمان ساختار تعریف میشه، شبکه بندی های سازمانی تشکیل میشه، همه اینا داره، ولی چون نمیدونه چرندیات میبافه. تمرکز اصلیش روی پول، در صورتی که دو جلسه قبل ایشون برگشت گفت که آقا همه هزینه ها رو من تامین میکنم، حتی یه سری از مهمونا رو اگر این تیم سه نفره کنگلو و نوری علا و ایجادی تایید بکنن که برای همایش در آمریکا لس آنجلس پول نداره بیاد، هزینه اونا رو هم ما میدیم. یه تعدادی رو البته گفت، نه همه رو. پس تا اینجا من به این نتیجه میتونم برسم که شهرام همایون یک آدم جاهل، فرصت طلب، جاه طلب، ضد ایرانی و ایران ستیزه. در رأس تمام این شاخصه های کاملا عیان شهرام شارلاتان یک نورافکن، یه آرک بزرگ روشن میزنه توی چشم، و اون چیه دوستان؟ دشمنی سوگند یاد کرده خاندان ایرانساز پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی. یادمون نره کسانی مثل شهرام شارلاتان که به شاهنشاه آریامهر رحم نکردن، به فرزند ایشون اصلا رحم نمی کنن. اینها همون دست افرادی هستن که خنده خنده می کنن پوستی، نمیان مردم مردونه بگن آقا می خواهیم باد بجنگیم، طرح دوستی می ریزن که دوستی دوستی بکنن پوستی، با خنده با پنبه سر ببرن، از دور خارج بکنن بگن طیف پادشاهی، حالا نمیگه این که پادشاهی، میگه سلطنت طلبای طرفدار شاهزاده رضا پهلوی دارن فلان 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 فلان. تو هر برنامه‌ش هم که نگاه کنید بدون استثناء، بدون استثناء، حداقل باری که تکرار میکنه اسم شاهزاده رو، این مسئله تکرار میکنه حداقلش 5 باره، حداقلش. یه دونه برنامه، یه دونه ویدیو هستش براتون میذارم، اینو با هم دیگه ببینیم ویدیو رو، یه مقدار طولانیه ولی با هم دیگه ببینیم تا آخرش ببینیم اتفاقاتی که تو لس آنجلس افتاده. چرا میگم اول ببینیم؟ چون زمان داریم تا 4 ساعت. یک بار این ویدیو رو شما کامل نگاه کنید، خواهشی که دارم ازتون، به جای اینکه کامنت بنویسید، نظر بدید یا توضیح بخواید یا چیزی باشه، دوست داشتین جاوید چا بنویسید، بعد توضیحات ما رو بشنوید از ثانیه اول گرفتن مجوز تجمع در لس آنجلس روبروی ساختمان فدرال بیلدینگ، توضیحاتی که شنیدید بعد یک بار دیگه ویدیو رو ببینید. اوکی؟ بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم و برگردیم. سعید جا شما صحبتی ندارید؟ توضیح ندارید؟ من فقط یه درود بگم جناب آتابایی هم اینجا تشریف دارن. نه بریم جناب شما پر ویدیو رو ببینیم چون داره دیر میشه. خب باشه جام کاپرو آماده شد، لطفا به من بگو تصویر رو، لطفا برگرد رو بس، تصویر رو برگرد رو منو برگرد رو تصویر. خیلی خب دوستان، پس تا جناب کاپرو این ویدیو رو پیدا کنه من فقط یه مطلبی رو بگم. دور بله الان تصویر جناب آتوایی برمیگرده، دوباره یه ویدیو دارن میگردن. این صحبت که جناب کمالپور گفت که شهرام شارلاتان به خاندان پهلوی دشمنی دیرینه‌ای داره، اتفاقا جناب آتابای الان همینجا زیر این پیام ها میتونن این کامنت رو بنویسن که صحبت خود ایشون بود، جناب آتابای در
گفتگو با امیر قاسمی که برگشتن گفتن زمانی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن در لس آنجلس برای مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان و مخصوصا در مورد شورای ملی می‌خواستن صحبت کنن، شهرام عین جمله جناب آتابای، شهرام همایون زنگ میزنه به آقای آتابای میگه که شنیدی آقای شاهزاده میخواد بیاد توی لس آنجلس؟ ایشون هم میگن بله. میگه که شهرام همایون بلافاصله گفت اگر اول نیاد تلویزیون من و بره تلویزیون پارس بعد بخواد بیاد تلویزیون من، من راش نمیدم. و همین اتفاق هم افتاد، شاهزاده میرن در تلویزیون پارس صحبت میکنن، برمیگردن بیاد تو تلویزیون شهرام شارلاتان صحبت کنن که شهرام شارلاتان در تلویزیونش رو میبنده، در استودیو رو میبنده و ایشون رو راه نمیده. یعنی دقیقا همون کاری که کشورهای دوست، رؤسای جمهور دوست، پادشاهان دوست در زمان شاهنشاه آریامه با ایشون انجام دادن که هواپیمای ایشون روی آسمون داره میچرخه و هیچ کدوم از این دوستان فلان اجازه نشست این هواپیما رو نمیدن که حتی سوختگیری کنه. میخوام به شما بگم الان هستن جناب آتابای، اگر این جمله رو ویدیوشون هم هستن حتی میتونن زیر تایید کنن، میخوام به شما بگم که هنوز گرفتارم. آقای ابراهیم شما زیادی اندازه خیلی بیشتر از دهنت صحبت میکنی، خیلی بیشتر از دهنت، بنابراین ادمین عزیز لطفا اینو راهنماییش کنید بره پیش محسن وند، چون رفیق محسن ونده و برادر ما فراش میگه. میخوام بهتون بگم که اینی که جناب کمال پور گفت دشمنی دیرینه با خاندان پهلوی دارن، اینها دروغ نیست، باور کنید اینها هر کاری کردن که صدای این خانواده به اونجایی که باید برسه نرسه. یک تقدیرنامه از شاهزاده رضا پهلوی داره مال سال 2009 و شما دیدید هر موقع بخواد سوء استفاده کنه اینو میاره نشون میده. ضمن اینکه این خبرم به شما بدم، در داستان تخریب شاهزاده و آخرین هشدار به آخرین ولیعهد، شهرام شارلاتان یه مجموعه رو جمع کرده بود در تلویزیونش و یکیش هم کلاغ نژاد بود، شاهین نژاد. اولین باری که نام کلاغ رو برای این افراد گذاشته شد از طریق رستاخیز سیمور بود و حالا جالب خود شهرام شارلاتان میاد به ما میگه کلاغ، که اینا خیلی از عجایب خلقت. اما دیدم امروز آقای رضا حاضری که یک آدم متوهم، یه آدم روانی، یه آدم روانپریش، دیوانه دیگه اونو آورده توی تلویزیونش و دوباره دارن شروع میکنن زمین سازی در کنار هوشنگ امیراحمدی، لولا آفتابی جمهوری اسلامی، زمین سازی برای تخریب شاهزاده رو شروع کردن. چرا؟ چون اگر خاطرتون باشه دو سه تا برنامه قبل بعد از ترند هشتگ، ترند جهانی هشتگ شهرام، بله جناب آتابای هم زیر کامنت رو تایید کردن، دوستان میتونید بخونید، جناب آتابای نوشته شهرام یک وطن فروش و ضد خانواده پهلوی، یک اتفاق زیبای آقای ضیا آتابای دارن میگن که دیروز و مسئول تلویزیون یک اتفاق زیبای، اتفاق باشکوه، اتفاق دلپذیر در لس آنجلس و خیلی هم بعد از حدود 10 سال و بعد از اینکه شهرام شارلاتان بازی رو از دست هم میگیره. اینو داشتم میگفتم که رضا حاضری رو آورده در کنار هوشنگ امیراحمدی، لولا آفتابی جمهوری اسلامی، اسماعیل نوریالا و آقای کنگبی هم قاطی باقالیا شده و چند موجود کثیف دیگه مثل رکسان گنجی و فواد پاشایی و امثال این جانوران برای زمین سازی. به زودی شما شاهد یک آخرین هشدار دیگه از طرف شهرام شارلاتان بر علیه شاهزاده رضا پهلوی خواهید دید. ببینید دوستان، تا جام که رنگ آماده شد و تمام بگو، اینم به شما بگم تمام تلاش اینها آماده است، آماده است سعید جان، آماده است. یه لحظه بزنش رو استوب، من استوب استوب شما صحبت کن. تمام تلاش این مجموعه در خارج از کشور اینه، این خوب دقت کنید، تمام تلاش اینها اینه که این الماسی که در دست ملت ایرانه به عنوان شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، این الماس، اینا تمام تلاششون اینه که این الماس نتونند مردم ازش استفاده کنن برای شکوفایی ایران، حالا بسپارنش به روند طبیعی و ایشون الان 58 سالشه، 10 سال دیگه اینا بتونن با این شامورتی بازی همینجوری ادامه بدن، شاهزاده رضا پهلوی به جایی میرسن که میگن آقا من دیگه بازنشست شدم، خداحافظ خداحافظ، و پرونده پادشاهی پهلوی بسته خواهد شد. اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید که دیگه ایرانی نخواهد بود. تمام زمین چینی ها توی اینجاست که این تایم مفیدی که ایشون میتونن به ایران خدمت کنن، میتونن ایران رو به اونجایی که باید برسه برسونن، همه هدف اینها اینه که ایشون رو نگرش دارن و این اتفاق نیفته تا روزی که حالا به هر دلیلی ایشون دیگه نتونه ادامه بده. بریم ویدیو رو ببینیم جناب کمال.
بسیار عالی. بریم ببینیم دوستان ویدیو رو، با هم دیگه برمیگردیم بعد صحبت میکنیم. واقع دلپذیر در لس آنجلس افتاد. بعد از حدود 10 سال که ادعای تلاش کرده بودن در فدرال بیلدینگ برنامه بذارن و همیشه از 5 نفر تا نهایتاً 20-25 نفر بیشتر نمی رفتن، دیروز به دعوت مستقیم تلویزیون کانال 1 و البته تلویزیون پارس 1000000 نفر اومدن در محوطه فدرال بیلدینگ. به قدری شوق‌آمیز بود، به قدری زیبا بود این جمعیت، به قدری این خود من کیف کردم از این قدرت این تلویزیون، از قدرتی که این تلویزیون داشت در جمع کردن این آدم‌ها. یه صحنه‌ش رو ببینید لطفا. خب بعد از مدت‌ها فدرال بیلدینگ داشت یک جمعیت قابل توجه، جمعیتی که قطعا دلگرمی بزرگی خواهد بود برای هموطنانمون در داخل ایران. این یک پیامه، یک پیغام از طرف ایرانیان لس آنجلس برای همه جوان‌ها در ایران که بدونن خون اونهایی که به زمین ریخته شد به هدر نخواهد رفت. ما هستیم تا زمانی که این حکومت جبار از بالا به پایین کشیده بشه. تردید نکنید. ما هستیم. اولا با این عینکه من چقدر خوشتیپ شده بودم، خودم ندیده بودم تصویر خودم و چقدر خوب بود. یک، حالا فیلماشو نشون بده، همین جمعیت اینا نشون بده دوست داره من. حالا انقدر لاس وگاس رو این شهر آقای آرش این میخواد بچپونه تو برنامه ما، آقا من راجع به لس آنجلس دارم حرف میزنم، تو چرا لاس وگاس میزنی؟ آها، این جمعیتیه که به دعوت تلویزیون کانال 1، به دعوت تلویزیون پارس، به دعوت تلویزیون کانال 1، به دعوت تلویزیون پارس، به دعوت تلویزیون کانال 1، به دعوت تلویزیون پارس آمده بودن اونجا. من از تک تکشون سپاسگزارم. شما نمیدونید چه شور و حال و هیجانی بود خلاصه. اما یه 6 تا کلاغ هم ما اونجا داشتیم. شما نمیدونید چه شور و حال و هیجانی بود خلاصه. اما یه 6 تا کلاغ هم ما اونجا داشتیم، 6 تا کلاغی که آمده بودن زیر اسم شاهزاده رضا پهلوی اونجا رو به هم بریزن. رضا شاه،
روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. اسلام رو زنده کردن اسلام رو زنده کردن مردم رو اسلام رو پله کردن مردم رو زنده کردن اسلام رو پله کردن ولیعت کجایی به داد ما بیایی ولیعت کجایی به داد ما بیایی رضا رضا پهلوی رضا رضا پهلوی رضا رضا پهلوی رضا رضا پهلوی کتک کاری را بندازن شیش تا کل شیش دقیقا شیش نفر اسم همشون گرفتیم عکس همشون گرفتیم همین امروز صبح من تمام این اطلاعات فرستادم برای مقامات امنیتی آمریکا کتک کاری را بندازن شیش تا کل شیش دقیقا شیش نفر اسم همشون گرفتیم عکس همشون گرفتیم همین امروز صبح من تمام این اطلاعات فرستادم برای مقامات امنیتی آمریکا کتک کاری را بندازن شیش تا کل شیش دقیقا شیش نفر اسم همشون گرفتیم عکس همشون گرفتیم همین امروز صبح من تمام این اطلاعات فرستادم برای مقامات امنیتی آمریکا که اینا آمده بودن به نام جاوید شاه به نام پشت عکس رضا پهلوی این جلسه رو به هم بریزن خوشبختانه موفق نشدن هوشمندی تعامل برگزار کنندگان باعث شد که عرضم به حضورتون که این اتفاق نیفته با آبرومندی این جلسه برگزار بشه و کلاغ‌ها هم کلاغ دیگه کلاغ حالا کلاغ کارش چیه قارقار میکنه و اصلا مهم نیست من مطمئن هستم برنامه بعدی در لس آنجلس دارای آنچنان عظمتی بشه که کلاغ‌ها هم دیگه فرصت قارقار کردن پیدا اما من این پیروزی بزرگ رو به جنبش ما هستیم به تلویزیون کانال یک به تلویزیون پارس تبریک میگم خیلی خیلی برای من اصلا نمیدونید من دیروز یه حال دیگری شدم اینجا بله اینجا سخنرانی بنده است که دارم میگم که دارم میگم دیگه که اونایی که شنیدن که شنیدن بذارید فیلم بذارید در نل و بسیار هم مورد استقبال واقع شد آقای مصطفی عزیز اونجا بودن آقای کوروش حقیقی اومده بودن بچه های تیم فوتبال دوستان عزیز من از راه دور آمده بودن آقای دکتر امامی از فریزنو اومده بودن آقای دکتر دانش فروغی و خانمشون تشریف داشتن
خیلی خلاصه انقدر آقای مهاجری مهاجر نژاد اونجا بودن از طیف جمهوری خواهان و خلاصه جاتون خیلی خالی بود، یک جمعیت کثیر. دوباره لس آنجلس خانم رخسانه گنجی اونجا بودن، بله خانم رخسانه که امیدوارم خیلی ها بودن، یعنی اگر هر چی به شما بگم کم گفتم، این یک موفقیت بزرگ برای لس آنجلس، چون فکر میکردن که این کلاغ‌ها اومدن تونستن که این لس آنجلس رو در اختیار بگیرن. و خاموش بکنن این صدا رو، اما جمعیت دیروز نشون داد که چقدر قدرت در این تلویزیون های 24 ساعته وجود داره، تلویزیون کانال 1 و تلویزیون پارس. بیاتون رضا شا، روحت شا، رضا شا، روحت شا، رضا شا، روحت شا، رضا شا، روحت شا، رضا شا، روحت شا. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، اسلامو زنده کردن اسلامو زنده کردن مردمو اسلامو پله کردن مردمو زنده کردن ولی عهد کجایی به داد ما بیایی، ولی عهد کجایی به داد ما بیایی، ولی عهد کجایی به داد ما بیایی، رضا رضا پهلوی، رضا رضا پهلوی، رضا رضا پهلوی، رضا رضا پهلوی. یک گروهی که در هر شهری دو نفر سه نفر بیشتر نیستن، اینها در حقیقت مأموران جمهوری اسلامی هستن. ما میدونیم، اطلاعات داریم که اگر یه زمانی به نام سبز آمدن که پرچم شیر خورشید رو کم رنگ بکنن، اگر به نام سبز آمدن که دو دستگی ایجاد بکنن، این بار آمدن با یک تاکتیک جدید. خانم آقایون، جمهوری اسلامی با یک تاکتیک جدید وارد میدون شده، تحت عنوان فدایان شاهزاده رضا پهلوی، تحت عنوان فدایان شاهزاده رضا پهلوی به میدون اومده تا سایر صداها رو خفه بکنه، یعنی درست نقطه مقابل همون چیزی که خود شاهزاده بارها بهش تاکید کرد. الان به این روزها روزهای ایران و پرچم شیر خورشید به معنی شرط بیدن، یکی بیاد بگه من کانال یکی هستم، اون یکی بگه من محسنی هستم، اون یکی بگه من نمیدونم تلویزیون پارسی هستم،
یکی بشه من جمهوری خواهد. اما من این پیروزی بزرگ رو به جنبش ما هستیم، به تلویزیون کانال یک، به تلویزیون پارس تبریک میگم. هر کس چنین روشی رو به کار بگیره که روش جداییه و تقسیم بندیه، این خیانت به همین خونهایی که در کم خیابونه. اما من این پیروزی بزرگ رو به جنبش ما هستیم، به تلویزیون کانال یک، به تلویزیون پارس تبریک میگم. الان زمان همدلی و همبستگی همه مردمه، با هر تفکری، با هر عقیده‌ای، با هر مرامی، برای براندازی این حکومت جنایتکار. فقط من مطمئن هستم شاهزاده رضا پهلوی خودش قلمدار این طرز تفکره و کسانی که الان در کل شما ملاحظه بکنید، نمیدونم تصویرش رو آرش دار یا نه، ببینید چه جمعیت عظیمی اومده. آقای حزب کمونیست کارگری در کنار بچه های شیر خورشید آمده کنار همه بایستانن و چه جمعیت یکی دو جا دو سه تا آدم های شناخته شده شناسنامه دار رفتن به هوای طرفداری از شاهزاده، طرفداری از خانواده پهلوی، خواستن این تظاهرات رو بشکنن. اینا بدونن جمهوری بدونه با عکس و مشخصات که تلویزیون کانال یک ما معرفی رو خواهیم کرد به عنوان کسانی که میخوان تفرقه بندازن. الان وقت تفرقه نیست، الان وقت نام ایران، نام پرچم سرنگ شیر خورشید، نام قهرمانان است که در طول این چند روز جانشون از دست دادن، خانواده هاش که به عزا نشستن. هر کی بخواد از این ماجرا سوء استفاده بکنه برای یک جهت خاصی، هر جهتی میخواد باشه، جهت طرفداری از سلطنت باشه، طرفداری از جمهوری باشه، طرفداری از مجاهد باشه، فرق نمیخوره. امروز فقط یک نام ایران، یک پرچم سرنگ شیر خورشید. اما من این پیروزی بزرگ رو به جنبش ما هستیم، به تلویزیون کانال یک، به تلویزیون پارس تبریک میگم. جایی که بخواد در این زمینه اقرار بکنن، پلیس و مقامات امنیتی آمریکا در جریان قرار گرفتن و به شدت با اونها برخورد خواهد شد. و ما هم اون رو قبول داریم. بعد تورنتو هم میگن خیلی خوب بود. کی؟ آقای مصطفی کاووسیان میگه آقای امید من با شما قهرم، اصلا هر جایی که بگید براتون پیام گذاشتم. امون عزیز جواب، من والا اولین بار دارم میبینم. بله، خلاصه ما امروز تو هم یک جلسه در همین رابطه داشتیم. اینها در حقیقت برای تخریب چهره رضا شاهزاده رضا پهلوی به نام حمایت از رضا پهلوی. دیدید مثلا این جمهوری اسلامی آخونده وقتی جلسه ترتیب میدن، اگه میخوان یه آخوند رو زایه بکنن بهش فوش نمیدن، شروع میکنن صلوات فرستادن. خب الان یه گروهی که جمع این گروه به مثلا 30 نفر، 25 نفر، 30 نفر نمیرسه، رضا شاه روحت شاد ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، اسلام رو زنده کردن جمهوری اسلامی، اسلام رو زنده کردن مردم رو، اسلام رو پله کردن اسلام رو پله کردن ولی کجایی به داده ما بیایی ولی کجایی
به داد ما بیایی. ولیعهد کجایی به داد ما بیایی. ولیعهد کجایی به داد ما بیایی. رضا رضا پهلوی، رضا رضا پهلوی، رضا رضا پهلوی، رضا رضا پهلوی. و منابع مالیشون رو الان ما رفتیم دنبالش و پیدا کردیم و منابع مالیشون رو الان ما رفتیم دنبالش و پیدا کردیم و منابع مالیشون رو الان ما رفتیم دنبالش و پیدا کردیم. اینها تحت عنوان حمایت از رضا پهلوی اومدن تو میدون. خب شما چی بگی؟ طرف عکس رضا پهلوی رو گرفته دستش. ولی خانم اینا، خانم آقای اینها نه تنها طرفداران رضا پهلوی نیستن، بلکه درست با هدف تخریب شاهزاده رضا پهلوی به میدان آمدن. من نمیدونم چرا شاهزاده سکوت کرده در این ایام، بلکه خیلی خیلی این موضوع حساسه. ما با تمام قدرتمون، من، تلویزیون پارس، جنبش ما هستیم، حزب مشروطه، سایر احزاب، جلوی این حرکت میستیم و اجازه نمیدیم که اینها بیان و تلاشی رو که 40 سال آبرومندانه پایگذاری شده و حرکت کرده تخریب بکنن. خیالشون راحت راحت باشه. ما بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم. پیش از اینها روش‌های دیگری رو جمهوری اسلامی امتحان کرده اما موفق نشده. کمون که در هانوفر اصلا دو تا آدم لطفاً تکس برای من نفرسین، لطفاً تکس نفرسین چون با این تلفن ما کار داریم. چون جمهوری اسلامی تاکتیکش رو عوض کرده، پشت چهره رضا پهلوی قایم شده، پنهان شده. و من امیدوارم با درایتی که در شاهزاده سراغ دارم هر چه جور مادرتون برای من چیزی نفرسین. نمیدونم چیکارش کنم. خیلی من مهران جان آخر... بیا داخل بعد ادامهش رو دوباره اون وقت بعدم بدم. و مطمئن باشید یه روزی اینا با تلویزیون های فحاش اومدن به میدون، یه روزی نمیدونم با شبنامه اومدن به میدون، یه روزی با جنبش سبز اومدن به میدون. حالا تاکتیک عوض کردن، حالا پشت عکس رضا پهلوی قایم شدن، میگن همین صداهای دیگه باید خفه بشه. نه، این حرف رضا پهلوی نیست خانم هاین. حرف رضا پهلوی اینه که همه صداها باید شنیده بشه و من با تمام قدرت جلوی اینها میستم که 40 سال تلاش ما برای همدلی، برای اتحاد، برای اتفاق به از بین نره و از بین هم نخواهد رفت، برگزار بشه. یه عده قصد مصادره این داشتن با سیستم شاه اللهی. ما جلوی حزب اللهی میستیم، جلو شاه اللهی هم میستیم. این جریان مصادره بهشون نیست. شما هم صدای مخالف رو نمیتونید خفه کنید چون شخص شاهزاده رضا پهلوی ضامن صدای مخالفه و من امیدوارم ایشون طی روزهای آینده یک واکنش مناسب نشون بده در مقابل این توطئه‌ای که به نظر من علیه شاهزاده داره اتفاق میفته. و متاسفم که منشأ اصلیشم در پیرامون خود شاهزاده هستن. حالا اگر اینها روشن شد از طرف خود شاهزاده که شد، اگر نشد من خودم همه رو تک تک براتون روشن خواهم کرد. Yeah!
خب دوستان دیدید این ویدیو رو، البته این ویدیو ادامه داره، بعد از برنامه کاملش رو قرار میدیم توی پیج رستاخیز سیمور. سعید جان این قسمت رو، این ویدیو رو دو قسمتش کنیم، یه قسمتش رو شما توضیح بده، یه قسمتش رو من توضیح میدم. شما قسمت اول رو توضیح میدی یا قسمت دوم؟ ببین جام کماپور، این روش میسیردن اصلا خوب نیست، چون تمام این باید پاسخ داده بشه. من فکر میکنم یه برنامه دیگه بعدا باید براش گذاشت. سعید جان تو استودیو میدونی نمیشه اصلا استاپ کرد تو اوبیس. نمیشه، باید یه فکر دیگه کرد براش، چون خیلی از سوالا الان بی جواب میمونه، خیلی از مطالب بی جواب میمونه و این اصلا اون استفاده ای که اونها باید ببرن بعد ازش میبرن. ولی من چند تا تیکشو دوستان بگم. اولا خطابم به شهرام همایونه. شهرام شارلاتان، خیلی دادی. این فکر میکنم بهترین چیزیه که میشه بهت گفت، خیلی دادیه. اما دوستان، خط قرمز شهرام شارلاتان و تلویزیون کانال یک و ماپستیمش، از اقدس پشکویی توی تلویزیون بگیرید تا زینا عراقی و نمیدونم حسین حقیقی و بقیه این جک و جونورایی که هستن و افشین نریمان و خسرو صمدی و کلاغ و ملاغ و این جک و جونورا، خط قرمز کانال یک اصل مهمه. یعنی سه تا فاکتور اصلی داره. یک، مخالفت با جاوید شاه. یعنی خط قرمز کانال یک مخالفت با جاوید شاه. هر کسی یه کانال یک میخواد باشه باید با جاوید شاه مخالف باشه. یک. دو، صدا. دو، مخالفت شدید شهرام شارلاتان با رنگ فیروزه‌ای. دوستان یادشون هست در جریان رستاخیز فیروزه‌ای، زمانی که از طرف سمت شاهزاده رضا پهلوی عنوان شد به عنوان رنگ قیام ملی براندازان، شهرام شارلاتان اومد و اون پرچم سفیدش رو علم کرد، همون سبز سابق رو کردن سفید. خودش گفت، ویدیوهاش هم بالا پخش کرد. پس شعار جاوید شاه و رنگ فیروزه‌ای و تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ، این سه تا فاکتور اصلی خط قرمز شهرام شارلاتان. یعنی شما هر کجا شهرام همایون تجمع بذاره، این سه تا رو باید فاکتور بگیرید، چون این سه تا نیست درش. اما وقتی تجمعی در لس آنجلس انجام شد که سراسر این تجمع رو شما اگر ویدیوهاش رو بازپخش که میشه ببینید، تمام این تجمع هم تصاویر شاهزاده توش هست، به وفور پیدا میشه، چون این کار رستاخیز سیمور بود، کار بچه های سیمور بود، تصاویر شاهزاده به وفور توش پیدا میشه، نمادهای فیروزه‌ای تا دلتون بخواد سر تا سر این جمعیت رو گرفته و شعار جاوید شاه رضا شاه روحت شادم به کوری چشم شهرام شارلاتان در این تجمع داده شد. پس وقتی شما میای اینجا که بگم خیلی دادی، اینجاست آقای همایون، آقای شارلاتان، وقتی میای میگی فراخانی که تلویزیون کانال یک داده بود و به جنبش ملی ما پستیم و تلویزیون کانال یک تبریک میگویم، به قول خودت، خب اولا توی جمعیتی که اینجوری جمع شده بود، اولا شما اگر تجمع رو برگزار کرده بودی، تجمعی که مجوزش به نام بچه های سیمرغه، مجوزش به نام بچه های سیمرغ و باورمندان به سانه پادشاهی بود، شما اگر تجمع رو برگزار کرده بودی، اولا شما کلن میکروفون دست شما و تیم شما بود، یعنی خودت، رکسان گنجی، منوچهر گنجی، فواد پاشایی و بقیه جک و جونوراتون که اون دور و بر بودید، حالا بهتون میگم کیا. وقتی شما میای بعد از اینی که حالا اتفاقایی که دوستان بانو سادکین و مهرنگ تو اولین فرصت که بتونیم یه گفتگو باشون میذارید، ویدیوهاش هم پخش میکنید، وقتی اراذل اوباشتون ابتدای کار میان که آقا یا اجازه بدید ما هم اینجا وایسیم یا میزنیمتون، که مهرنگ و دوستان رو ضرب و شتم کرده بودی، تیم تو و فواد پاشایی و اون دوتا قول بیابانی که معلوم نیست پدر مادرشون کی بودن، که حالا بعدا به خدمتتون خواهیم رسید، همون داده صبر کن یه لحظه چقدرم دوستان کامنت بنویسید ببینیم تصویر دارید شما یا نه. اون چیزا برگردون برو روی ویدیو، دوباره بیا روی تصویر. بزنم صدا. خب صدا درست بوده، صدا رفته. میکروفون دست شما و تیم شما.
الان درسته، الان درسته، برو تصویر درست شد. خب اگه درست شده باشه، وقتی آقای شهرام همایون، وقتی شما یک مراسمی رو تشکیل بدی مثل داستان چلو کباب خوری، مدیریت این کار هم دست خودته. وقتی مدیریت این کار دست شما نیست، وقتی خط خطوط قرمز شما در این تجمع رعایت نشده، بنابراین این تجمع تجمع دیگران است و شما به عنوان انگل وارد این جمع شدی. یک، دو، شما اومدی رفتی اون کنار جمعیت. این جایی که دارم میگم پس بدوتی، این برای بچه ما پستی اینجوریه، رفته کنار جمعیت، پشت به جمعیت، دوربینو گرفته و داره اونجا خودش برای خودش، اون گوشه گوشه نگاه کنه، توی ویدیو هست، اون گوشه گوشه رفته برای خودش دوربینو باز کرده و داره پیام برای ما هستی میذاره، اما برای تلویزیون. زمانی که داره این مجموعه رو پخش میکنه، این تظاهرات رو، قسمتیشو داره پخش میکنه، به اون جایی که به شعار جاوید شاه و رضا شاه روحیت شاد میرسه، بلافاصله برنامه رو قطع میکنه و میره روی داستان، میره رو داستان شهر کل که همین هومن شورتبندی داره اونجا میگه ما هستیم ما هستیم. اما شهرام همایون میاد اینجا رو من توضیح میدم، بقیه ویدیو رو که گذاشتی شما توضیح بدیم یا هرچی، اینجا من تو خیلی نکته داره. شهرام همایون میاد چیکار میکنه؟ میاد از لابلای جمعیت مثل مارمولک یواش یواش خیز برمیداره میره جلو، و اتفاقا دوستان همون موقع به ما گفتن که شهرام شالاتان داره میاد پای سن و میخواد میکروفون بگیره، گفتیم یک دقیقه بهش بدید بذارید خودشو رسوا کنه و بره پایین، زودم ازش بگیرید، همون کاری که جناب کمالپور در ورشو و علی ناجوان مردی کرد. چون اینا فکر میکنن زرنگن، نمیدونن دارن تو زمین ماها بازی میکنن، با همه سابقه خیانتشون و شالاتان بازیشون هنوز نمیدونن هر کاری که دارن میکنن دارن تو زمین ما بازی میکنن. دوستان گفتن شارلاتان میخواد بیاد بالا، گفتیم یک دقیقه بیشتر بهش میکروفون رو نمیدید و بلافاصله برید ازش بگیرید و ادامه داستانی که توی ویدیو ها دید. زمانی که همایون میره بالا، شعری که میخونه اینه: موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت، تا اینو میگه ملت همه اون پایین میگن شارلاتان شارلاتان، و آخرش هم که میگه هستم اگر میروم، گر نروم نیستم، دوباره میگن شارلاتان شارلاتان. اما جمله‌ای که بعدش به کار میبره اینه دوستان، اون جمله که حالا شاید برای دوستان نامفهوم بود، الان دوباره جناب کمالپور گذاشت، بهش دقت کنید. میگه اونهایی که میگفتند ما سیمرغیم سیمرغیم، نشان داده شد که کلاغ‌سیایی بیش نیستن. خیلی مهمه اینجا، خیلی مهمه که شهرام شارلاتان سردسته مافیای کثیف لس‌آنجلسی بره در یک جمعی با یه بدبختی خودشو برسونه به میکروفون 15 ثانیه، بلافاصله بعد 15 ثانیه بچه‌ها میکروفون رو گرفتن ازش، 15 ثانیه بره به اون بالا، به جای اینکه به جمهوری انگلشان آخوندی اعتراض کنه، به جای اینکه به کشتارهایی که داخل ایران اتفاق افتاد توسط اربابش اعتراض کنه، به جای اینکه صحبت از قطعی اینترنت کنه، به جای اینکه انتقادی از دولت آمریکا بکنه، به جای اینکه سانسور خبری که توسط رسانه‌ها انجام شده رو بیاد مطرح کنه، به جای اینکه از اون مردمی که اومدن اونجا جمع شدن و دارن شعار میدن تشکر کنه، میدونید چی میاد میگه؟ میاد میگه اونهایی که میگفتن ما سیمرغیم سیمرغیم، نشون دادن که کلاغ هم نیستن. حالا مادر کلاغ هم اون پایینه، زن صیغه شهرام شالاتان تو ویدیو هم میبینید مادر کلاغ هم اون پایینه. دوست داشتم بعدا با هم برم یه جایی که برن یه جایی که حالا نشد، اونم خبرشو دارم که بعدا در موردش صحبت میکنم. ولی چیزی که یکی از مطالبی که میاد شرم همایون میگه قدرت تلویزیون کانال یک، نه عزیزم، اگه قدرت تلویزیون کانال یک بود، اگر فراخوان فراخوان شما بود، اگر این زمین زمین شما بود و بازی بازی شما بود که نبود بازی ما بود، شما توش بازی کردی، گفتم اون سه خط قرمز شما اونجا رعایت میشد، مثل بقیه مراسمی که گرفتی تا به امروز دیگه، تو سالگرد تلویزیونت و بقیه جک و جونورات کارهایی که انجام دادی، مدیریت مراسم دست خودت بود، اما این مدیریت دست بچه های ما بود، چون همه امکانات هم مال این بچه ها بود، چه مجوزش چه بقیه اون نمادهایی که اومده بودن. بنابراین زمانی که میای ادعا میکنی، اول یه نگاهی به خودت بنداز، ببین این تو شلوارت ببین خیس کردی یا نکردی از اون جلسه که اومدی بیرون. دوم ببین چقدر مردم هویت کردن، چقدر مردم توی اون جمعیت شاشیدن توی صورتت و توی هیکله که رسیدی روی سن، چون میدونستی ضربه رو از کجا خوردی و چه جریانی تو رو از پا انداخت، اومدی به حمله کردی به رستاخیز سیمان. اما اینجایی که میگی که 6 تا کلاغ بیشتر نبودن، اولا کلاغ که
دار و دسته تو هم دیگه، اسمی که ما خودمون گذاشتیم رو خودتون دیگه به ما بر نگردونید، لااقل برید اینجاتون رو به کار بندازید یه اسم دیگه بذارید، چیزی که ما خودمون گفتیم و دیگه به خودمون نگید. اما رستاخیز سیمرغ و بچه های سیمرغ، آقای شرمشالدا 30 نفر 40 نفر نیستن، یک نسل ملت ایران رو بهش میگن نسل، بهش میگن سیمرغیان. اون کسی که اومده در جای 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 ایران اومده و داره اعتراض میکنه فریاد میزنه، اون یک سیمرغیه، اون یک سیمرغیه که میخواد برگرده به هویت ملی خودش. اون افرادی که شما در لس آنجلس دیدی که همشون نماد فیروزه‌ای داشتن و تصاویر شاهزاده رو داشتن، حالا جان کمالپرینس توضیحات دیگر رو میده، و اون مهمانهایی که اومدن اونجا، اونا همشون سیمرغیان. آقای جان کمالپرینس، یه تیکه سعید محمدی هم لطفا اگه دارید آماده بذارید بعد از صحبت من، قبل از صحبت خودتون پخش کنید. آقای سعید محمدی، شما متوجه نشدی چه رکبی به تو زد؟ جانور بدبو سعید محمدی اومد روی سن و ترانه معروف فریدون فرخزاد رو پخش کرد، اجرا کرد، زنده باد شاه من. اون وقت تو بیشعور، تو منگول میای میگی به کانال یک و به بچه های ما هستیم تبریک میگی، یک آخرش میای میگی چی؟ میای میگی شاهزاده رضا پهلوی باید بیاد بر علیه این سیمرغیان بیانیه بده. آقای همایون، شاهزاده رضا پهلوی، چون ما هیچ گونه ارتباطی با ایشون نداریم، نه سخنگو چیم، نه نماینده شیم، نه دوست داریم به جای ایشون صحبت کنیم، ما کار خودمون رو داریم میکنیم، ولی شاهزاده رضا پهلوی به درستی شارلاتان های مانند تو رو میشناسه، چون اگر نمیشناخت در اون جلسه و در اون گفتگو نمیاد، نمیومد بگه تلویزیون های پاکستانی لس آنجلسی. از طرفی همین الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، 10 دقیقه پیش ایشون یه پستی روی صفحات روی کانالاشون گذاشتن، جناب کمالپور نمیدونم دیدید یا نه، ایشون جواب شما رو دادن، گفتن صداهای داخل ایران را معنیش میشه این، ما وظیفه داریم صداهای داخل ایران رو انعکاس بدیم. صدای داخل ایران یعنی چی؟ صدای داخل ایران یعنی چی آقای شرمشالاتان؟ ببخشید کجا فرستادن اینو؟ توی تلگرامشون، توی توییترشون و توی فیسبوکشون. آره اینو اگر چیزی اینا پیدا کنید بخونید برای دوستان. همین الان پاسخ شما دادم. ما که نیازی نداریم بیایم به نام شاهزاده رضا پهلوی از مردم اخاذی کنیم، کلاهبرداری کنیم، شارلاتان بازی در بیاریم. این تویی که داره این کارو میکنی. چطور شد آقای شهرام همایون، هوشنگ امیرحمدی میاد تو تلویزیون رسما به شهبانو و به شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنه و فحاشی میکنه؟ تو خفه خون میگیری؟ خیلی جالبا. اون وقت جوونی که اومده توی کل یا توی آلمان یا توی لس آنجلس میگه جاوید چا، تو بهش میگی، حالا ویدیوهای بعدی تام میذاریم، تو بهش میگی سگ. تو به اون کسی که داره میگه جاوید شاه جاوید شاه، تو میای میگی این سگ هایی که داشتن باغ باغ میکردن. فرق تو با علی خامنه ای بی شرف و بی شعور چیه؟ حالا ویدیوهات میذاریم بفرمایید جناب، چون من خیلی چیزا رو باید جواب میدادم ولی هیچ کدومو ندادم. خب مهران جان، تو فکر کنم رفتی دنبال یه چیزی بگردی. باش. خب یه قسمت دیگهش خیلی جالبه دوستان، تا جناب کمالپور رفته دنبال چیزی بگرده، بذارید من از فرصت استفاده کنم. یه قسمت دیگهش برمیگرده میگی منو جنبش ملی ما هستیم و حزب مشروطه و جریان رنسانس ایرانی کلاغ نژاد و نمیدونم کانال یک و تلویزیون پارس میایستیم که شما کلاغ سیاهان لس آنجلس رو نگیرید. بدبخت، بیچاره، بیشعور، لس آنجلس از دست مافیای کثیف 40 ساله شما در اومد، درش آوردی. میدونی با چی درش آوردی؟ با جاوید شاه درش آوردی. 40 سال شما تلاش کردی تو لس آنجلس، چه غلطی کردی میشه بگی؟ تو لس آنجلس نیروهای مخالف جمهوری اسلامی شماها باشید، کنسرت بذاره جمهوری اسلامی، محمد یارو گلزار رو بیاره، بعد برنامه ساز لجن تو بره تو کنسرت گلزار، بعد تو بیای از گلزار دفاع کنی، مردمی که اومدن به اون برنامه ساز اعتراض کردن رو محکوم کنی، بهشون بگی اراذل و باش. تو
همکار امیر قاسمی بیاد کنسرت بذاره برای محمد گلز، برای این یارو کیه این پسر چاغال گلزار، بعد تو بیای از امیر قاسمی در مقابل انتقادهایی که بهش میشه دفاع کنی که امیر قاسمی کار خوبی کرده کنسرت گذاشته، برای کی؟ برای عامل جمهوری اسلامی، برای کسی که جوانای ایران رو تشویق کرد که برید مدافع حرم بشید. اون وقت توی بیشرف، توی پسفطرت، اون فواد پاشایی آشولاش، رکسان گنجی تانک و جکوجینوورای دیگه تون میشید وطن پرست؟ جوانایی که اومدن عکس شاهزاده رو گرفتن و فریاد جاوید چاس در میزنن، انعکاس شعار داخل ایران میشه از سگ و وقمق میکنن؟ بنابراین اگه آماده ای برگرد خب خدمت رو عرض کنم که میگن شاهد از غیب رسید اینجاست دیگه، هنوز ما تصویر فریز شده جام کمال. خب یه بار الان درست شد، یه جوری هم منو فریز میکنی که حالا یه جکو جنو برای بردم از شکلک برای درست کنم. تلویزیون شهرام شارلاتان نمیرم، یاد میشینی میگه شهرام شارلاتان تلویزیون شهرام شارلاتان نمیرم، یاد میشینی میگه شهرام شارلاتان تلویزیون شهرام شارلاتان نمیرم، شارلاتانم تصویر درست نشده فکر کنم. دوستان اگه صدای ما رو دارید براشم برو روی برنامه دیگه دوباره برنامه رفتم یه دونه چیز رفتم نه درست میشه. آره خب فکر کنم که آره درست. خب خدمت رو عرض کنم دوستان که مطالبی که جناب قاسمی اشاره کردن در رابطه با لس آنجلس، من بخشایی که ایشون اشاره نکردن رو کاملش میکنم. اولا که من تو برنامه همین امشب اینو گفتم که دقیقا توی زمین ما داری بازی میکنی، با مهرهایی که ما برات میچینیم داری بازی میکنی. یه جمله رو دوباره مجبورم تکرار بکنم، مثل باور نمی کنی شهرام شارلاتان، و اون اینه که در کنار دستت لحظه به لحظه میان پرستانی هستن که دارن کارشون رو به خاطر ایران درست انجام میدن، وظیفه‌شون رو دارن به درستی انجام میدن. حالا یا میخوای باور کن یا همین جوری باور نکن، اصلا مهم نیست. زمانی که تصمیم گرفته شد در لس آنجلس برنامه ریزی بشه و کار انجام بشه، دوستان مجوز رو گرفتن، صداش در نیومد به دلیل اینکه میدونستیم ایران ستیزانی مثل تو، مثل فؤاد پاشایی، مثل اردلان مفید، خیلی دیگه تون سنگ اندازی خواهید کرد، نمیذارید کار انجام بشه. صداشو در نیاوردیم. شما هم تبلیغاتتون رو کردید، یا حالا کانال یک، پارس، هیچ کدوماتون نمیذاشتین. شما خواستید بیاید اونجا نقشه جمهوری اسلامی رو پیاده کنید، یه طرف هم برید پیش قاضی. تبلیغات هم کردید
اون مردمی هم که اومدن اونجا برای کانال یک یا تلویزیون پارس نیومدن که میگی تبریک میگم به کانال یک و جنبش ملی ما پستیم و تلویزیون پارس و این ایرانی ها برای همیناشون اومدن. تو تصویر منو ببر. فقط برای ایرانیانی اومدن که در داخل کشور مبارزه کردن، جونشون رو گذاشتن، الان دارن تو بازداشتگاه شکنجه میشن، اعدام میشن، هنوزم تو خیابونا هستن، خبر نداری بهت خبر بدم، هنوز توی فردیست کرج، شهریار، اندیشه، بخشای از اهواز، بخشای از شیراز خیلی کم، هنوز شبها درگیریه، صدای گلوله داره میاد، صدای شعارها داره میاد. به خاطر اونها اومدن، نه به خاطر قدرت تلویزیون پارس و قدرت تلویزیون کانال یک و اصلا از این خبرها نیست. اتفاقی که در لس آنجلس افتاد، زمانی که همپالگی تو فؤاد پاشا با 12 نفر دیگه ساعت 10:30 صبح به وقت لس آنجلس میرن اونجا و پرسجو میکنن که کی مجوز گرفت و درگیر میشن و دوست ما رو میزنن اونجا، همرزم ما رو میزنن، ما همه اینا رو میدونستیم، ما یعنی گفته بودیم، هماهنگ شده بودیم که اصلا دست بلند نکنه به دلیل اینکه مراحل بعدی قانونی رو ما دقیقا درست بتونیم بریم جلو. و انقدر بیشرفانه برخورد میکنن که نگاه نمیکنن همسر این شخص اونجا ایستاده، همسر این شخصی که دارن میزننش ناراحتی قلبی داره. بعد شما پس فطرتان بی وجود جهان وطنی دنبال آزادی ایران و دنبال دموکراسی هستین، دنبال رسوندن صدای مردم ایران به گوش جهان هستید. بعد که جناب مهرنگ مرادی رو میزنید، اون زمانی که فؤاد پاشایی با مهرنگ میرن توافق بکنن که چیکار بکنن چیکار نکنن، میگن مجوز ما هم داریم از این ساعت تا اون ساعت، هماهنگ شدیم گفتیم اشکالی نداره، مجوز دارن، مجوز رو بیارن نشون بدن ببینیم چیه. مجوز که نشون ندادید، اما با این حال باز طبق هماهنگی بعدها بعد از آزادی ایران اینا رو بهت ثابت میکنیم حضوری، قبول کردیم که تو بری بالا 1 دقیقه در رابطه با ایران صحبت کنی. و فؤاد پاشایی تعهد اخلاقی داد و تو تو این گیرودار، اولا که اگر اونجا برای تو بود که میخواستی حالا آمدی تو برنامه ای که چند تا کلاغ میخواستن مصادره بکنن، بانو ساتگین و مهرنگ مرادی از آغاز برنامه تا پایان رو استیجن، تو اگر صاحب مجوز یا اونجا کاری بودی یا تیم شما یا مثلا مجوز به نامتون بود، اونا اصلا نمی اومدن سمت استیج، به خاطر میان پرستیشون می اومدن تو جمعیت، شاید می اومدن تو جمعیت وامیستدن ولی سمت استیج نمی اومدن. اما تو پس فطرت به خاطری که خودتو اتک و تاب نندازی اومدی رفتی رو استیج. جناب قاسمی اینو اشاره کرد، دلیل گرفتن مجوز و ایجاد تجمع چی بود؟ فراموش کردی، اومدی اسم دخترتو خوندی، گفت ساحل نمیدونم فلان، گفت و و و و و بهارم دخترم چیزتو واکن، چیه دستتو واکن. خب بعدش به رستاخیز حمله کردی و از اول تا آخرشم مردم هو کشیدن، بهت شارلاتان گفتن، بهت گفتن اگه جرأت داری بگو مرگ بر خامنه‌ای، هیچ کدوم از این شعارها هم ندادی، اومدی رفتی، نتونستی واسطی هم حرف بزنی. اتفاقی که اونجا میافته دوستان میدونید چیه؟ توی اینجور مواقع، توی درگیری های فیزیکی حضوری و حقیقی در دنیای حقیقی،
یک اتفاق خیلی خوب همیشه رخ میده و اون اینه که افرادی که پشت ماسک قایم میشن خودشون رو خیلی خوب نشون میدن، اون موقع چهره واقعیشون معلوم میشه. اردوان مفید به عنوان یک خائن، به عنوان یک مزدور از قبل شناخته شده بود، ولی اینجا کامل اسنادش دیگه ثبت شد. کدوم سندش؟ موقعی که شهرام شارلاتان داره میره پایین و مردم دارن میگن جاویدشا جاویدشا، به خاطر این که یه سری دارن میگن گم شو برو نمیدونم شهرام شارلاتان، به بهانه احترام به جانباختگان در قیام آبان ما میگه 30 ثانیه مردم سکوت کنید، 30 ثانیه سکوت کنید که به شارلاتان توهین نشه، مردم حرفشون رو نزنن، جاویدشا نگن، رضا شاه رو از شاد نگن. مزدورها اینجا شناسایی میشن، خائنین اینجا شناسایی میشن. شهرام شارلاتان کدوم یکی از این هنرمندان صابون تو به تنشون مالیده نشده؟ این هنرمندای قدیمی تر منظورم ها، صابون تو یا دوست داد؟ بچه ها با بدبختی رازشون کردن، گفتن این تجمع برای شهرام شارلاتان نیستش، بیایید، اصلا ربطی به شارلاتان نداره. چرا علیکی اراجیف میبافی بعد میای میگی کار میخواستن به کتک کاری بکشن؟ ویدیوش موجوده که روی استیج نفر تو بانو ساتکین رو داره میزنه، بانو ساتکین توسط نیروی تو کتک خورد. حالا بعدن دادگاه باید برید جواب بدید اونایی که این کاری کردن. اما آقای شارلاتان، اتفاق مهمی که تو این قضیه رخ داد یک چیز مهم بود و اون این بود که نشون داد تمام صحبت‌هایی که ما کردیم، تمام حرفایی که زدیم، تمام اسناد مدارکی که از صحبت‌های خودتون نشون دادیم به مردم، انقدر درست و دقیق بوده، انقدر قشنگ زدیم به هدف که مافیای پشت سرت این شرح وظیفه رو برات تعریف کرد. رستاخیز سیمرغ اگه باقی بمونه ما نابود شده ایم، رفتی رو استیج بقیه رو ولش کن، رستاخیز سیمرغ رو بزن. بین 1500 نفر، بیشتر از 1500 نفر آدم رفتی بالا، خودتو با این بدبختی رسوندی اون بالا که چی بگی؟ توی که میای میگی هر کسی خواسته باشه بیاد شعاری بده یا حرفی بزنه از حزبش، از تلویزیونش، از فلان، حرف غیر حرف مردم داخل ایران رو بزنه، مأمور جمهوری اسلامیه. با ویدیوهای خودت ثابت کردیم از زمان 24 ساعت قبل از تجمع تا 24 ساعت تا 48 ساعت بعد از تجمع تو خود مزدور جمهوری اسلامی رسمن، تو خود مزدور جمهوری اسلامی قبلش گفتی هر کی بگه مزدوره، رفتی بالا هیچ حرفی از اتفاقات داخل ایران نزدی، اصلا انگار نه انگار که این همه انسان بیگناه داخل کشور قتل عام شدن. بعد از تجمع نه تنها توهین کردی که الان ویدیو اون رو پخش میکنم، فحاشی داری میکنی، به سبکهای مختلف داری فحاشی میکنی که الان وقتشه که شاهزاده رضا پهلوی ازت اعلام برات بکنه و مسئولیت تو رو دیگه قبول نکنه، بلکه مسئولیت تو من خودم قبول بکنم. نه تنها این کار کردی، بلکه اومدی گفتی که تبریک میگم به جنبش ملی ما هستیم، تلویزیون کانال یک، تلویزیون پارس. موقعی که داری حرف مفت میزنید همون توی روبروی ساختمون فدرال بیلدینگ، کلن 4 نفر آدم ایستادید، یه نفر توی، یه نفر هم داره فیلم میگیره ازت، 2 نفر دیگه هم بغل دست ایستادن که یکیش پرچم گرفته، عینک $37,000 زدی رو چشت، دقیقا شدی عین رفیق های زنبور اصل بود، عینک میزد، دوستان یادتون باشه
یکی بود که عینک میزد همش این ورنور میگشت حاج زنبور عسل با اون میرفتن این ورنور. حالا نه داداشش بود خواهرش بود. دقیقا مثل اون زنبور دومی بغل آقای زنبور عسل ایستادی اراجیف داری میبافی. همه جا میخوای بگی کانال یک جنبش ملی ما پستیم نمیدونم فلان. همه جا داری از نام شاهزاده رضا پهلوی استفاده میکنی. اگر تو مثل جمهوری اسلامی اگر دوتا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ازش بگیری دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداره. بارها بارها اینو زندگیات مانوک هم گفت. اگر نام شاهزاده رضا پهلوی رو ازت بگیرن من ادب بکنن که اصلا اجازه نداری نامشون رو بیاری، حرفی برای گفتن نداری، چیزی برای براندازی نداری، صحبت جدیدی برای براندازی نداری، سواد براندازی نداری، تصمیم به براندازی نداری. یه موضوع رو من بهتون بگم، تمام کسانی که باز تأکیدن به غیر از شاهزاده رضا پهلوی، تمام کسانی که به هر دلیلی تو تلویزیون شهرام همایون حضور پیدا میکنن به عنوان برنامه ساز، به عنوان پای ثابت برنامه، مثل این پنل سیاسی و مثل این پروژه ایجاد یأس و ناامیدی برای مردم و که شهرام شارلاتان ایفا میکنه به عنوان کارگردان برنامه‌اشو، همه در خیانت‌های شهرام شارلاتان جدای از خیانت‌های قبلیشون در سایر خیانت‌های شهرام شارلاتان سهیم و شریکن. فردای روز باید به مردم ایران جواب بدن، باید برن دادگاه، چون شماها عواملی هستید که دارید این شاخه جمهوری اسلامی رو نگه می‌دارید. شاخه یعنی این بخشا، نبگیم یه شاخه، یه پایه است. این بخش از جمهوری اسلامی در خارج از ایران رو که به عنوان یکی از نخستین اپوزیسیون صادراتی جمهوری اسلامی محسوب میشه، شماها هستید که نگه می‌دارید. بعد شماهایی که تمام این اتفاقات رو رقم زدید، مردم اومدن اونجا توی روبرو ساختمان فدرال بیلدینگ دارن میگن رضا شاه روحت شاد، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی؟ این همه آدم، بالای 1500 تا آدمی که داره شعار میده اونو نمیبینی؟ این همه آدمی که دارن میگن شهرام شارلاتان رو نمیشنوی؟ این همه آدم بالای 1500 نفر میگن شارلاتان گمشو رو نمیشنوی؟ هیچی رو نمیشنوی. چرا؟ چون اون مافیایی که پشت سرت ایستاده توی تمام سوراخات پول چپونده، منظورم سوراخای گوشته، خب، و گوشتو کر کرده، چشاتو کور کرده، نمیبینی مردم داخل ایران برای یه دونه نون، برای یه دونه نون پول ندارن. آقای شارلاتان، مردم داخل ایران برای اینکه شب سر گرسنه روی بالش نذارن مجبورن برن جنازه از توی قبر در بیارن گوشت مردار رو بخورن. میفهمی اینا رو؟ نمیفهمی؟ نمیفهمی؟ چون اجازه فهمیدن نداری. چون اگر اجازه فهمیدن داشتی، اگر در کنارش یه سر جو شرف داشتی، یه سر جو ایران رو میشناختی، یه سر جو حس میهن‌پرستانه داشتی، هیچ زمانی تا اینجا این کارا رو نمی کردی. شارلاتان، تو در بدترین شرایطی که جمهوری اسلامی گیر کرده و به مرحله سقوط رسیده اومدی و اصلا نجاتش دادی. پروژه اخیری که اعلام کردی با کنگلو و ایجادی و نوریالا یکی از پروژه های دوباره تو برای سرگرم کردن مردم، ایجاد یأس و ناامیدی، این بار با پله قرار دادن کی؟ اسماعیل کنگلو.
ما پله کردن کنگرلو نوری علا که کلن تعطیله، ادعاش هزار تا شعورش یه نیمه هم نمیرسه، چون اگر شعورش میرسید خیلی زودتر از اینها اصلا با تو قطع ارتباط میکرد، با تو قطع ارتباط میکرد، اصلا جواب سلامت هم نمیداد. این اتفاق به زودی رخ خواهد داد. خیلی از این آدم هایی که امروز دور و برت دارن میچرخن که ضعف دوربین دارن، میخوان توی دوربین تلویزیون دیده بشن، فکر میکنن الان در 15 میلیون جمعیت حالا جا به جای دنیا دارن میبیننش، صرفا و صرفا این افراد مثل کنگلو منظورمه، بازه بذار بگم، به زودی از کنار دور میشن، خارج میشن از کنارت، میگی نه به این حرف هم میرسی. تا اینجا هر چی گفتیم برات اتفاق افتاده، درگیری هایی که توی سیستمتون موجوده از هر رای زدین بین ماها نفوذ کنید، ماها رو به جون هم بندازید، دیدید نه بابا ما خیلی حواسمون بیشتر از اینا جمعه، خیلی محکمتر از اینا هستیم، چون نه برای پول می جنگیم، نه برای قدرت می جنگیم، نه پست و مقام می خواهیم، نه برای خودمون خواب و خیال دیدیم، هیچی که هیچی. مسیر ما کاملا مستقیمه، می دونیم کجا رو داریم می زنیم، در اون مرز رو می شناسیم، میدونیم داخل ایران داریم چجوری مبارزه میکنیم، به زانو در آوردیمشون، بیرون مرزم میشناسیم و میدونیم شما رو چجوری به زانو در آوردیم. به خاطر همین نتونستید توی ما نفوذ کنید و ما رو متلاشی بکنید. عکس این اتفاق توی تیم خودتون افتاد. برو یه نگاه بکن الان شرایط رضا کلاغ چیه، شرایط آقا رضا دزده الان چیه. تیم ریپورت تشکیل دادی، همه براندازان و مبارزان واقعی رو پیجاشون و پروفایلاشون رو ریپورت کردید، مسدود کردید، چقدر کثافتکاری در زیر لوای نام دموکراسی. با نام دموکراسی، دموکراسی رو کشتید. ما که در زمان جنگ اعتقادی به دموکراسی نداریم، این شما بودید که ادعا میکردید، بعد اومدید حرف ما رو تکرار کردید در زمان جنگ دموکراسی معنی ندارد. نقطه سر خط آقای قاسمی، دیگه چی گفتی بگو سریعتر بگم. کمالپور تو چی گفتی بگو سریعتر منم تکرار کنم تو کانال یک. بعد به ارواح پدرت، به ارواح پدرت برنامه ما رو نمیبینی، به ارواح پدرت. یه خورده اگر بفهمید، اگر درک کنید این مردمی که بدبخت شدن الان تو ایران با بنزین 3000 تومانی، تا چند روز دیگه ببینید قیمت‌های مواد خوراکی به چه صورت سرسام‌آور میره بالا. بعد تو بیشرف نمیشینی توی لس آنجلس مردم رو سرکیسه نمی‌کنی، پشت پرده پولشویی نمی‌کنی که از پول خون مردم ایران برای خودت پله ترقی بسازی، اونم از نظر اقتصادی فقط. اینا همه تابان داره، اینا همه رو جوابشو پس خواهید داد. تو زنده نباشی بچهات پس میدن، مطمئن باش تابان تو رو بچهات باید پس بدن، چون پول خون بچهای مردم داره میره تو حساب بچهات. اینا رو همه رو میدونیم، همه رو میدونیم. اما سعید جان اگر صحبتی داری تو این قسمت بگو، ندارم اون ویدیو بعد از تجمعم بذارم که داره فحاشی میکنه. من یه مطلب اینو بگم جام کماکو دوستان، لینک توی کامنت ها لطفا تو برنامه زنده رستاخیز به شما لینک نذاری، چون به محض اینکه بذاری توسط ادمینا اتوماتیک بلاک خواهید شد. بهترین دوست ما هم که باشید فرق نمیکنه، لینک نذارید توی برنامه شون، لینک بذارید بلاک میشید. اما من یه توضیح کوتاه بدم راجع، چون دیگه دیر وقت داره میشه، شد تا 12 و خورده ای شهر ماشاءالله دقیقا مثل
قماربازی، چون قمارباز هم هست البته همش هم باخته تا به امروز. شرم شلاتان مثل قماربازی که کنار میز زنشو باخته، دارن میبرن زنشو، دارن میبرن، بهش میگن آقا دارن میبرن، میگه خب به فلانم، چون قمارباز اگه نگه به تخمم دق میکنه. شهرام همایون هم دقیقا همین شد، وقتی این حضور مردم رو دید، وقتی فریاد جاوید شاه رضا شاه رو شنید در لس آنجلس، وقتی نمادهای فیروزه‌ای چشم کورش رو از پشت عینک زد، وقتی دوستانش مثل رکسان گنجی تانک، اون منوچهر گنجی، فواد پاشایی و دو سه تا دیگه از عرازل و اوباشش دیدن در بین مردم جایی ندارن، وقتی شهرام شارلاتان هو شد توسط مردم لس آنجلس، وقتی چند وقت قبل ترند جهانی شد تحریم شهرام شارلاتان، وقتی بی‌آبرو شد زمانی که اومد بر علیه ما از پادشاه شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کنه بیاد توی تلویزیونش و دوباره بر علیه ما یه حکم حکومتی بگیره مثل اقدس رفیقش و پاسخ منفی شنید، وقتی تمام تلاشش رو کرد که شاهزاده رو دعوت بیاره توی تلویزیون و باش صحبت کنه، دوباره یک اعتباری بخره تیرش به سنگ خورد، وقتی یک شب قبل از تجمع ما برنامه گذاشتیم، دوستان رو آوردیم توی برنامه مهرنگ و ساتگیم و دوستان دیگه شون برای گرفتن تجمع، و تازه اونجا متوجه شد تو زمین ما دو هفته است داره بازی میکنه و ده نهایت گل به خودی زد، آقای شهرام همایون همون جریان قماربازه است. تو که خیلی سابقه داری تو باختن، تو که خیلی پولا رو بردی باختی، ولی این یکی حیثیتی بود. این دقیقا انگار مریم حسینیان رو بردن، مریم عزیزی رو بردن و شما نگاه کردی گفتی به تخمم. به همین سادگی بهت بگم خیلی باید کار داشتم با این ویدیوات، ولی خب نشد. جناب کمالپور ادامهش رو لطفا بذارید، چون دیگه بگم هم برنامه داره طولانی میشه، هم از 4 ساعت دیگه داره میشه نزدیک 4 ساعت فکر میکنم. فقط دوستان، کسانی که توی خارج از ایران توی هر تجمعی شرکت میکنید، سعی کنید این شهر رو از دست چپی ها و توده های سابق که الان آکتوبر ریختن دو سرشون خیلی هاشون توده یا و اومدن پادشاهی خواه شدن اما میگن نگید جاویدشا، از دست اینا در بیارید. ما باید این مراکز شهرهای مختلف رو از دست این جانوران در بیارید. تنها راهش هم، تنها کاری هم که میشه باشون کرد، الان بانو منیر و دوستان دیگه توی لسان توی واشنگتن ویدیوهاشو فرستادم، فکر نمی‌کنم توی این برنامه پخش بشه، احتمالاً فردا پخش بشه یا جاهای دیگه. تنها چیزی که بازی اینا رو به هم میزنه پرچم شیر خورشید، تصاویر پادشاهان پهلوی مخصوصا شاهزاده رضا پهلوی، نماد فیروزه‌ای و شعارهای جاویدشاه روحت شاد رضا شاه، همون شعاری که بازی داخل ایران رو به هم زد، همون شعاری که فرمانده سپاه اومد رسما اعلام شکست کرد بعد از اینکه لس آنجلس به دست مبارزان افتاد. فردای اون روز فرمانده سپاه آقای چی اسمش؟ سلام. رمضان شریف. رمضان شریف. داری؟ آره. بذارش روی صفحه لطفا. چی رو؟ فردای روزی که لس آنجلس توسط وطن پرستان آزاد شد، به قول معروف افتاد به دست میهن پرستان، رمضان شریف اومد گفت ما نتونستیم مقابل شعار پهلوی کاری انجام بدیم، ما نتونستیم و بازی رو باختیم. حالا بیایید نگاه کنید وقتی فرماندهی سپاه داره اینو میگه، خب چه کسانی دیگه با این جاویدشاه مخالفن؟ کسانی که در خارج از کشورن، مثل اومن شورتبندی و مثل شهرام شارلاتان و مثل اسماعیل نوریالا و مثل اوشنگ امیر احمدی و مثل بقیه جک و جونه براشون. پس اینها از کجا اندیشه هاشون میاد؟ از سپاه پاسداران. پولشون از کجا میاد؟ از سپاه پاسداران. نگاه کنید در این چند وقت یک شعار جاویدشاه داخل ایران در تلویزیون های پاکستانی لس آنجلسی مثل تلویزیون شهرام شارلاتان و تلویزیون حشره نشون داده نشد، یک شعار رضا شاه روحت شاد در تلویزیون علیرضا تازی‌زاده پخش نشد، یکی از این شعارها در تلویزیون اندیشه و بقیه آتش‌خالا پخش نشد. حالا ایران آریایی مدام این شعارها رو پخش کرد. این قسمت باید بهش گفت دمت گرم، این قسمت رو باید بهش گفت دمت گرم که لااقل انعکاس دادی شعارهای بچه‌های داخل ایران. حالا لاولاش هم یه کارایی کردی، اونا مهم نیست.
ولی این جک و جونورا و این مافیاها باید بدونن که بازی رو باختن. همیشه بهشون گفتیم این جمله رو یادشون میره جناب کماکور که رستاخیز سیمرغ شوخی نداره، با هیچ خدایی شوخی نداره، دیدید تا امروز هم ثابت کرده. و انقدر این رستاخیز سیمرغ قدرت داره، انقدر قدرت داره که خواب و از چشم شما که گرفته هیچ، رفتی روی سن 15 ثانیه زمان پیدا کردی حرف بزنی، باز میخوای ماها رو بکوبی. اما کور خوندی، تو روی سن رفتی تناب دار رو انداختی گردن خودت. فعلا با قول جناب کماکور داغی متوجه نیستی، حالا فعلا حالیت نیست، شاید بعدا متوجه بشی که چیه. ضمن این که آقای شارلاتان ویدیو تجمع لس آنجلس رو میذاری بعد روش توی برنامه پخش زنده چهار ماپستی میذاری، آخه بیشرم یک ماپستیمی اگر اونجا شهامت میکرد شعار ماپستیم بده، همون نایی که میگفتن جاویچا میخوردنش. میدونی چرا؟ چون تشت رسوایی تو و مجموعه مافیای لس آنجلسی تو مثل فواد پاشایی و بقیه جک و جونورا مدت هاست از پشت بوم افتاده و صداش گوش فلک رو کر کرده. اما سپاسگزارم ازت آقای شارلاتان، به عنوان یکی از اعضای رستاخیز سیمرغ که نتونستی طاقت بیاری و توی اون تجمع اومدی گفتی که اینا همی از سیمرغیم کلاغم نیستن. دیدی که سیمرغ بودن، دیدی که رستاخیز سیمرغ بود، دیدی که چجوری نسختون رو توی لس آنجلس جمع کرد. این اول کاره، منتظر بقیه‌اش هم باش. من سپاسگزارم از جناب کمالپور، از دوستان برنامه رو می‌بینم. عزیزان لطفا این برنامه رو پخش کنید. راستون پیام شاهزاده رو اگر لطف کنید جناب کمالپور اونم بخونش قبل از اینکه من برم. باشه میخونم. من دو تا مطلب رو بگم. یکی این که جناب قاسمی گفت در لس آنجلس اگر تو صاحب مجوز بودی و اختیار اون استیج رو داشتی و مدیریت برنامه دست تو بود، سه گزینه اونجا اتفاق نمی افتاد. یکیش مثلا رنگ فیروزه‌ای بود، یکی شعار جاوید جا بود، اما چهارمیش هم هست. اون سه گزینه‌ای که جناب قاسمی گفتن جدا، تصاویر شاهزاده و جاوید جا و رنگ فیروزه‌ای جدا، یه گزینه دیگه هم هست. چون مجوز به نام ما بود، بچه‌ها اونجا تونستن سرود شاهنشاهی رو پخش بکنن. ویدیو اونم میذارم الان. این از این. انقدر ریزی شارلاتان اومدی تو تلویزیون خودت که ادعا میکنی خیلی قدرت داری، اعلام تشکیل ارتش سفید دادی. چی شده ارتش سفیده؟ چرا زرد شد؟ کمتر از 24 ساعت ویدیو از ایران فرستاده شد، رفتن توی سرویس های بهداشتی شهری، اونجا برات نوشتن ارتش سفید شهرام شارلاتان، ویدیو فرستاده شد، کلیپ زده شد، قبل از برنامه فرداش منتشر شد، اونم نه یکی دوتا. قدرت جریان داخلی دست نسل بعد از 57، اینو بفهم. تکون بخوری از داخل میزننت، ما کاری نداریم، ما اطلاع رسانی میکنیم. بچه های داخل تشنه خونتن. خودت هم میدونی که گفتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی بیافته من نمیرم ایران، خودت خوب میدونی. خب اون ویدیو رو اول من مهران جان بله. توی تلگرامت اون ویدیویی که این بیشرف پس فطرت توی اینستاگرام گذاشت و به کسانی که گفتن جاوید شاه و روحت شاد رضا شاه اومد لقب سگ داد و گفت اینا واق واق میکردن رو لطفا این یک کوچیک کوتاه اینو بذار. بعد اون یکی هم که با کامنتایی هم که پاسخ داده به هموطنان که اعتراض کردن، اونم حالا میتونی بعد از این در ادامه بذاری، ولی اون یه تیکر رو لطفا بذارش دوستان بشنون. توی تلگرامت برات فرستادم، 30 ثانیه است دوستان. این ویدیو رو الان جناب کمالپور پیدا میکنه میذاره. ببینید شهرام شارلاتان به کسانی که در لس آنجلس گفتن جاوید شاه روحت شاد رضا شاه، میگه سگانی بودند و اونجا واق واق میکردند.
سگانی بودند و اونجا واق واق میکردند. منظورش سیمرغیانه، منظورش بچه های سیمرغ، منظورش کسایی که فیروزه‌ای ترشون بود، منظورش کسایی که تصاویر شاهزاده رو داشتن. همینه همینه، اینو بذارش لطفا کن. پاکش کن دوباره دانلودش کن بذارش. خب الان من میتونم صداشو بذارم. خب صداش بلنده. بذار. دیروز لس آنجلس یه پارچه شور و هیجان بود. برای بعد از مدت ها، بعد از شاید 10 سال فدرال بیلدینگ، صدها نفر رو، صدها نفر ایرانی دیدید که با پرچم های سرنگ شور و خوشی نام ایران رو فریاد میزنن. البته همینجور که هر جای شما برید ممکنه که چند تا سگ ولگرد آشغال هم باشن، قطعا اونجا هم بود، ولی خوشبختانه این موج جمعیت و سیل جمعیت کاری کرد که ماموران شهرداری اومدن اینا ریختن تو زباله‌دان رو بردن. دوستان شنیدید، ماموران شهرداری لس آنجلس وسط تجمع ریختن خانواده همایون رو بردن، خانواده شارلاتان. سگ‌های آنجا بودن. از نظر شهرم شارلاتان مخالفانش سگن. این شهرام شارلاتان کیه؟ این همون بیناموس بیشرفیه که پشت ادب و ادبیات 40 سال بهارم دخترم از خواب برخیز، مریم عزیزی بیا، لنگی برانگیز و امثال این مزخرفات رو میاد میگه و هر کسی هم باش مخالفت میکنه یا میشه سگ، یا میشه مزدور جمهوری اسلامی، یا میشه آشغال، یا میشه هارون‌زاده. اون وقت این بیناموس، این بیپدر، این بیریشه، این بی بوته، این کسی که کنار دست صادق قطب‌زاده ویدیو شما گذاشتیم برای اولین بار، میاد و داره تلاش میکنه که پادشاه ایران رو برگردونه بکنه توی قفس، این بی شرفی که میاد بیانیه آخرین هشدار و آخرین ولیعهد امضا میکنه و صادر میکنه، این کثافتی که میاد پروژه تخریب شاهزاده رضا پهلوی رو میذاره، این هارون‌زاده‌ای که میاد تبلیغ میکنه برای روحانی میگه اگر رئیسی بشه رئیس جمهور پدرتون در میاد یه کاری بکنید روحانی رئیس جمهور بشه، این آشغالی که امثال محسن سازگارا رو برای اولین بار میاره بهش برنامه میده و پرومودش میکنه، این کثافتی که اون سردار مدحی رو میاره اونجوری پرومود میکنه، این آشغالی که داوود بیگزاده سردار سپاه رو میاره توی تلویزیون، سیستم کامپیوتری تلویزیون میده دستش و اطلاعات همه بچه‌های داخل ایران رو یک جا میفرسته برای وزارت اطلاعات و همه رو ناکار میکنه و نابود میکنه، این آشغال اسم خودشو میذاره طرفدار خاندان پهلوی، اسم خودشو میذاره مبارز، اسم خودشو میذاره مخالفت با مخالف جمهوری اسلامی. اون وقت این بچه‌هایی که توی لس آنجلس رفتن گفتن جاویدا رضا شاه روحت‌شاد، سگانی بودن که شهرداری اومد اینا رو ریخت تو سد آشغال. جناب کمالپور، اون ویدیو آقای سعید محمدی رو هم داری که زد تو کار سز گذشت؟ سعید محمدی خواننده که آهنگ پادشاه رو خوند؟ بله دارم، ولی روی OBS نیستش. دارم، همه رو دارم. خیلی خوب. آره. من دوستان اگر مطلبی نیست من اینجا از حضور دوستان مرخص میشم و حالا تا شما تا اونجایی که ادامه میدید میبینم، ولی یه برنامه دیگه مفصل به این جریانات این شارلاتان خواهیم پرداخت، چون اینا ما شارلاتان کار داریم. تازه اول راه این اتفاقی که توی لس آنجلس و قبلش تا الان افتاده، جلساتی که در طول این دو سه هفته با اسماعیل نوریالا و کنگلو داشته، مواردی نیستش که خواسته باشه همجوری ازش گذر بکنیم. پروژه‌ای که دارن دوباره رو میکنن، حرفایی که نوری علا داره میزنه،
حرفایی که کاملا مشخص هدف و کجا قرار دادن و چی رو میخوان بزنن و فکر میکنن که مردم داخل ایران یا ماها حواستمون نیست دارن چیکار میکنن و قطعا این طرح‌ها و پروژه‌هاتون هم اینها رو برای مردم رو خواهیم کرد و نمیذاریم تکون بخورید، نمیذاریم مردم رو اینقدر دور یک دور باطل در واقع همینجوری بچرخن. باشه سعید جان، من این ویدیوهایی که هستش رو پخش میکنم برای دوستان، یکی یکی پخش میکنم و تا ببینیم چی میشه. آره رادیو پدر و جناب جوان نوشته. نه هومن جان، رادیو پدر یک بخش کوچیکی از اختلاسی بود که شهرام شارلاتان کرد. خیلی جالبه اینم من بگم، بعد هی میخوام حرف نزنم ولی خب هی دوباره ادامه میدم. دلت نمیاد یه بخش شارلاتانه. میگن ما مخالفت داریم میکنیم با جمهوری انگلنشان آخوندی که حالا اختلاف، نه جمهوری انگلنشان نمیگن، که اینا میگن با جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری. از آقای همایون میگه بی‌ادبی نکنی، به مقام معظم رهبری کمتر از مقام معظم رهبری نگی، اما مخالفانش بگید سگ. و ما با اختلاس داریم میجنگیم، اونها دارن دزدی میکنن. آقای شهرام شارلاتان، فرق تو که داری اینجا در خارج از کشور دستو میکنی تو جیب هموطنانت، پولو میدزدی، از اون برم از جمهوری اسلامی میگیری، دستت به خون مردم آلوده است، با احمد جنتی چیه؟ فرق تو با عزت الله زرقامی صدا و سیما چیه؟ ولی یه مژده بهت بدم شهرام همایون، یه مژده، و به دوستان به بینندگان این مژده رو میدم. من یه بار قبلا جناب کمالپور فکر کنم اشاره کرد، ولی الان داریم این مژده رو با شما میدیم دوستان. به زودی شهرام همایون رو با دستبند خواهید دید، یه جایی که خودش هم میدونه کجاست. من از حضورتون مرخص میشم دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه، خدا نگهدار تا درودی بعد. بدرود. قربان سعید جان، خسته نباشید. فعلا من برم روی ویدیو. خب این که پخش نمیشه. دوستان ظاهرا تمام ویدیو پخش شده، اون چند تا ویدیوهایی هم که هستش، خب اصل کاری روی قضیه لس آنجلس و شهروندی و بانو راضی بود امشب که گفتیم این صحبت ها رو داشته باشیم، و چون ویدیو خیلی طولانی هست مجبوریم که حالا دوباره یک برنامه دیگه بزنیم. شما نصف این ویدیو رو دیدید، به همین دلیل با توجه به اینکه الان 3:30 است برنامه به درازا کشیده، سپاس از این که 3 ساعت و نیم پای برنامه ما نشستید، حرفا رو گوش کردید، ویدیوها رو دیدید. هر زمانی که تمایل داشتید ویدیو رو باز هم منتشر بکنید در گروه هایی که هستش. ما بسته شده پروفایلمون، پیجمون ریپورت کردن همین اراذل اوباش جمهوری اسلامی که تو مجموع شارلاتان با هم دیگه دارن از یه آخر میخورن، اینا رو پخش بکنید. ما دستمون بسته است، رسانه شمایید، صدای مردم باشید، صدای مردم باشید، همون چیزی که مردم داخل ایران میگن. هر جایی هر مزدوری که دیدید جواب جاوید شاه، فقط جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه، فقط از خاندان ایرانساز پهلوی بگید. هیچ ربطی هم این چیزایی که ما میگیم از نظر اصالت ایرانی و ایرانگری ربطی فقط به خاندان پهلوی نداره، این ربط به اصالت خودمون هم داره. اینو جا بندازیم. ارزش قائل شدن وظیفه ملی میهنی همه ماست. برای چه صداقت شد یه دفعه اجازه بدید ببینم چرا صدا اینجوری شد. امیدوارم که صدا الان خوب بشه. یه بار الان خب این چون وسط برنامه جناب قاسمی خارج شدن از اسکایپ به این دلیل، اما دوستان من حالا یه خورده بلندتر صحبت میکنم که صدا منو داشته باشید.
در هر صورت این قضایا با شهرام شارلاتان و اینا ادامه خواهد داشت تا زمان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی، تا سرنگونی کامل ارباب شهرام شارلاتان، چون اینا اربابشون باید بهشون خط و بده پول و تزریق بکنه و ما سکوت نمی کنیم. هر کدوم هاشون هم باشه دیدن سکوت نمی کنیم. به هر حال سپاس از این که با ما 3 ساعت و نیم همراه بودید. برنامه رو پخش بکنید. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برفراز باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه کلام من است. تا رستاخیز سیمرغ دیگر، بدرود. مه و پروانه مکدر شدم، گلهای وطن یک سر پرپر شدم، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدم. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم، با من تو بگو کجا برابر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم، با من تو بگو کجا برابر شدم. ای حد بر این گل نگهبانی نیست، چوپان و سگ و گرگ برادر شدم. ای حد بر این گل نگهبانی نیست، چوپان و سگ و گرگ برادر شدم. جغده سبز و روباه بنفش، یک ملت ساده لوح منتر شدم. ارباب هنر فارغ از احوال جهان، در پیش نگاه خلق انتر شدم. در شهر کلاغان سخن از عشق مگوی، اینجا در و همسای کلانتر شدم. در شهر کلاغان سخن از عشق مگو، اینجا در و همسای کلانتر شدم. از غیرت و ناموس و شرف هیچ مپرس، مردان غیور شهر ابتر شدم. سحر دختر آبی میسوخت، چشمان دریده بی جهت تر شدم. من بی ادبی نمی کنم، پس تو بگو این مردم ما چرا چنین شدن.